عرض درود و احترام دارم خدمت تمام عزیزان، همکاران، فعالین حقوق بشر و جلسه امروز رو در تاریخ 11 مهر سال 1401 برابر با 3 اکتبر سال 2022 آغاز می‌کنیم با موضوع جنبش جوانان و راه حل‌های حقوقمند. در این جلسه مهمانان عزیزی داریم و مهمان ویژه جناب آقای گلزار هستن که در خدمتشون هستیم که با یک مقدمه کوتاهی که من در مورد اتفاقات وقایع اخیر خدمتتون عنوان میکنم ادامه میدیم با جناب آقای گلزار. خب در این روزها در واقع که میتونیم بگیم که این جنبش در واقع از 26 شهریور ماه شروع شد تا کنون خدمتشون هستیم که با یک ماه عذرخواهی میکنم که در واقع در پی جان باختن دختر عزیزمون مهسا یا ژینای امینی بود که آغاز شد و تا به امروز که در 17 روز این اعتراضات هستیم ادامه داره. اما مسائل مهمی که توی این در واقع هفته از جمعه میتونیم بگیم تا به امروز وقایعی که اتفاق افتاده رو بهش اشاره کنیم، میتونیم از جمله از اعتراضات شهروندان در شهرهای تهران، اصفهان، بوشهر و سایر شهرهای دیگه نام ببریم و همچنین این اعتراضات در واقع میتونیم بگیم که از دومین روزی که دانشجویان دانشگاه‌ها به دانشگاه رفتند شکل گسترده تری پیدا کرد که این دانشگاه شامل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه آزاد نجف آباد، دانشگاه تهران، زکریای رازی کرمانشاه، فردوسی مشهد، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، سنندج، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد شهر قدس تهران، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه آزاد اسلام شهر، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی و سایر دانشگاه‌ها که حالا در مازندران، بابلسر، شیراز و همچنین دانشگاه علامه طباطبایی بوده که خب تعدادش زیاده، من فقط اشاره میکنم بهشون که حالا علارغم در واقع این اعتراضاتی که توسط دانشجویان، یعنی همون جامعه مدنی ترین جامعه در واقع بخوایم بگیم صورت گرفته، با جو شدید امنیتی و حضور سنگین نیروهای گارد ویژه روبرو شده و این اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان هم تو بسیاری از دانشگاه‌ها به خشونت کشیده شده و بسیاری از دانشجویان معترض توسط نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در واقع بازداشت شدن. در ویدیوهایی که حتما همه دوستان دیدین، این نیروهای سرکوبگر در واقع با پرتاب گاز اشکاور و یا حتی در واقع شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و در بعضی مواقع ما دیدیم که شلیک گلوله‌های حالا بتونم بگم اینجوری واقعی بوده، متاسفانه شاهد این در واقع اقدام خشونت آمیز از طرف نیروهای سرکوبگر بودیم. در خبری دانشجویان دانشگاه تهران در ساختمان حفاظت فیزیکی بوده که در عنوان شده که این دانشجویان توسط نیروهای حراست در محوطه دانشگاه بازداشت شدن و همچنین خبری که همه دوستان اطلاع دارین در مورد اتفاقی که دیروز در دانشگاه صنعتی شریف تهران افتاد که دانشجویان رو در واقع ظاهراً به پارکینگ دانشگاه هدایت کرده بودن و اونجا محاصرهشون کرده بودن و اگر اونطور که حالا من شنیدم و دیدم، اگر که جای خودشون رو دانشجو مخفی کرده بودن با شلیک گلوله در واقع به این طریق میتونستن از صدای داد یا فریاد یا ترس دانشجو پیداشون کنن و اونا رو دستگیر کنن.
اما مردم در واقع ساکت نشستن، سکوت نکردن. پدر مادرها پشت در دانشگاه ایستاده بودن و تجمع مردم هم صورت گرفته بود که در واقع خواستار آزادی اون دانشجوها بودن، که متاسفانه بسیاری از دانشجوهای دانشگاه دستگیر شدن و بسیاری مورد اصابت شلیک گلوله قرار گرفتن، مجروح شدن و در نهایت با حضور بعضی از اساتید دانشگاه دانشجویان را از دانشگاه بیرون بردن و همچنین حالا با شرکت با حضور وزیر وزیر آموزش عالی که اونجا بودن، که البته صحبت هاشون حتما باید در مورد اون هم صحبتی انجام بشه تو این جلسه اگر که فرصت باشه، یه حالتی در واقع مثل اینکه وساطتی صورت گرفت و بعضی ها آزاد، بعضی ها دستگیر و بعضی از دانشجویان هم برای انجام مراحل پزشکی در واقع و درمانی به بیمارستان ها منتقل شدن. اما در واقع از بازداشت شده ها بخوایم بگیم حدودا 31 تن از شهروندان بودن که بازداشت شدن و همچنین از کشته شدگان هم بخوایم بگیم تعدادشون خیلی زیاده، ولی حداقل میتونیم از 40 نفر اینجا در واقع صحبت کنیم، ولی خب به حال چون دقیق مشخص نیست اسامی، من هم حدودا عرض میکنم با توجه به اخباری که بوده. اما یه نکته دیگه هم میخواستم بهش حتما اشاره کنم، اون هم کشته شده ها و زخمی هایی هستن که در روز جمعه در سیستان بلوچستان اتفاق افتاد، کشتاری که منجر به کشته شدن 50 نفر اگر درست بگم شد، که ظاهرا نمازگزاران در روز جمعه بعد از در واقع اقامه نمازشون مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، که در این میان حالا گزارش شده که یک کودک 10 ساله هم از ناحیه گلو دچار یعنی شلیک گلوله شده و کشته شده. بسیار خبرها ناراحت کننده هستند و اتفاقاتی که داره میفته، از جمله فیلترینگ شدن و محدود شدن اینترنت در ایرانه که دسترسی کسانی که در ایران هستند رو به اینترنت کاملا قطع کرده و به هر حال خبررسانی به صورت خیلی ضعیفی صورت میگیره. من در انتهای صحبت هم برای اینکه طولانی نشه و دوستان رو خسته نکنم، یک اشاره کوتاهی هم به همبستگی تمام ایرانیان خارج از کشور دارم، که یه جمله خیلی قشنگی خوندم و اونم این بود که ما ایرانی ها تازه فهمیدیم که چقدر همدیگر رو دوست داریم و 44 سال بود که این نفاق و در واقع تفرق افغانی رو جمهوری اسلامی بین ما ایرانی ها انداخته بود و خوشبختانه حضور پرشور و گسترده مردم در سراسر دنیا نشون داد که ما ایرانی ها همدیگر دوست داریم، اتحاد داریم با هم و همبستگی داریم. خب جناب آقای گلزار، در خدمت شما هستیم با موضوع جنبش جوانان، که حالا با توجه به این موضوع نظرات شما رو همراه با راه حل های حقوقمند دنبال میکنیم. ما در خدمت شما میشنم، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام دارم خدمت شما عزیزان و تشکر از شما خانم بیرجندی عزیز که خیلی محبت کردید، اطلاعات و اخبار رو دادید و کار من رو بسیار ساده کردید و تشکرم از شما. با جمله آخر شما شروع میکنم. 40 ساله که چه در داخل چه در خارج یک حالت سرخوردگی که این نظام به مردم وارد کرده، نه که از روی غرض بگم، یه امر واقع مستمره، نه که در کشور ما، در کشورهای دیگه هم همین اتفاق میفته. وقتی استبدادها حاکم میشن مردم رو پراکنده میکنن، اعتماد اونها رو به هم کم میکنن و ما خودمون شاهد بودیم در خارج کشور، حداقلش اینه که
آدم ها وقتی به هم میرسیدن با هم حتی سلام علیک نمی کردن. از کنار هم رد می شدم، گفتم ایرانیه، هیچی نگو. و اینو من بارها خودم شنیده بودم. حتی من با بعضی از هموطنان خودم خیلی علاقه دارم، با اونها سلام علیک می کردم، حال احوال می کردم با یک سردی مثلی که فرار می کردم. الان نه، جو عوض شده، نشون میده وقتی جو امید و شادی و تغییر باشه انسان ها با هم دوست میشن، انسان ها با هم دشمن نیست. این اعتراضات که با کشته شدن به ناحق یک دختر جوان شروع شد، امروز راجع به مهسا حرف میزنیم ولی طبق اون آماری که حداقل هرانا تالا داده بیرون 131 نفر تالا کشته شده، راجع به اونا حرف نمیزنیم، راجع به پدر مادر اونها حرف نمیزنیم، راجع به خانواده های اونها حرف نمیزنیم، راجع به کسانی که گرفته شدن خیلی کم صحبت میشه، اطلاعات و آمارش خیلی کمه. استبدادها تصور میکنن اگر 10 نفر 20 نفر رو بگیرن این مشکل حل میشه، در مواردی هم حل میکنه مشکل رو، ولی حل نمیشه مشکل، ساکت میکنن جامعه رو. مثل حالات روانی شخصه، اگر یه مشکلی من داشته باشم و این مشکل روحی روانی خودم رو حل نکنم ولی سرکوبش اگه بکنم، میگم مثل یه چوب پنبه میمونه که نام میکنه شما زیر آب، از یه جای دیگه میزنی بیرون، این نمیتونه ساکت در بدن بشینه، شما هر همیشه نمیتونه سرکوبش کنه. جامعه هم به همین ترتیبه، جامعه رو نمیشه سرکوبش کرد، این بار سرکوب کردید دفعه بعد سرکوب میکنی، منظورم دفعات گذشته است. این بار جامعه جوان به یک حالت دیگه اومده بود. خب شما یک نفر رو که سرکوب میکنید، این یک روحیه دفاعی در خانواده او، در دوستان او، در اطرافیان او به وجود میاره که اونها رو با همدیگه همگرا میکنه برای اینکه در مقابل استبداد بایستن. حالا استبدادها چی کار میکنن؟ یه امر واقع است، باز در همه دنیا همین کار میکنن، سطح خشونتشون رو میبرن بالا. میگه اگر من خط قرمز من دادن آزادی است، حالا روسری یا چادر یا حجاب یکی از اونهاست، یکی از اون آزادی هاست که زن حقشه و مرد حقشه که پوشش خودش رو خودش انتخاب کنه، رنگش خودش انتخاب کنه، نوعش خودش انتخاب کنه. این به کسی نیومده که براش حد و حدود مشخص کنه که چه چیز باید بپوشی، چه شکلی باید بپوشی. البته از لحاظ فرهنگی هر جامعه‌ای آداب و رسوم خودشه داره، انسان‌ها متناسب با اون آداب و رسوم خودشون رعایت میکنن. حتی در جامعه غربی این تبلیغی که الان میکنن، متاسفم من، این واقعا شرم بر اون آدم باید باشه که میگه زنهای ایران وقتی که الان بوسرشون رو برمیدارن فردا میخوان شورتشون هم در بیارن به دست بگیرن. این غیر از که زن رو ضعیفه، اخفالگر ببینه، چیز دیگه ای تو حرفاش نیست. مگر این جامعه غربی که اعتقادات شما رو نداره مگه همچین کاری میکنه؟ نه اینکه بگم الگوی من جامعه غربی است، بلکه اونشون میخواد با این حرفش تخریب کنه و این تخریب سزاوار زن ایرانی نیست و زن ایرانی شأن و منزلت بسیار بالایی داره که بخوان اون رو با یک زنی که خود رو در فحشا میبینه مقایسه کنن. بگذاریم که این استبداد که زن رو این شکلی میبینه، طبق تحقیقی که من کردم در ایران 300,000 نفر به کار فحشا مشغول هستن. از چه بابت؟ به خاطر فقر، اعتیاد، فشار، خشونت، از همگسیختگی خانوادگی، زور عریانی که در اون کشور در حقیقت نماد شده و اجازه میده که یه همچی کاری انجام بگیر. پس بنابراین به جایی که ملت رو در یک آبادی ببرید امکان تحول ممکن کنید، اومدید مردم رو تحقیر میکنید. شما در صحبتاتون چند تا صحبت بود، با یکیش اینه که ترس هایی که به مردم وارد میکنن، جدیدن میشتم که میان تهدید میکنن، میگن اینا آنارشیستن.
خب باشم، هر کسی حق داره هر عقیده و نظر و مرامی داشته باشه. اگر من اون عقیده و نظر و مرام رو چماق کرد، خواست تو سر من و شما بزنه، باید جلوش گرفت. اگر نه معلومه هر عقیده میخواد داشته باشه. حالا از که اینها که آنارشیستن و میگید چون آنارشیستن تخریب بکنن، اینا تخریب چی شدن دیگه؟ واقعیتش این فیلم هاییست که پخش شده، خشونت محض شما دارید میکنید، این استبداد داره میکنه. در یک جمعی دیگه گفتم حد اقلش اینه که سال 120 تا 160 هزار ایرانی رو مجبور میکنه از وطن خودشون بیان بیرون با تحصیلات، با تجربه، با هرچی، و در کشورهای دیگه جذب محیط کار بشن. حالا با چه بدبختی به جای خود؟ چرا؟ چون در اون وطن شما امید آینده رو از جوان گرفتید، امید به رشد رو ازش گرفتید، امید به تحول رو ازش گرفتید. این میگه خب من جوان چگونه 40 سال آینده خودم، 50 سال آینده خودم بتونم مدیریت کنم؟ میرم به جایی که شاید بتوانم این کار رو بکنم، و میگذره از بسیاری از اندوخته های علمی و تجربی که پیدا کرده. و این ظلم بزرگی است که به این جامعه میکنه، ظلم بزرگ. حالا این جوان اومده اعتراض میکنه، شما این ترس آنارشیست رو بهش وارد میکنه، ترس وارد میکنه که شما انقلابی هستی. من به شخص معلومه که انقلابی هم 43 ساله که انقلابی هستم، از انقلابی بودنم یک قدم پایین نمیام، چون خواهان تغییرات اساسی و بنیادین در جامعه هستم. و تا مادامی که این تغییرات اساسی نشه، تحول، آزادی، رشد، استقلال غیر ممکنه در وطن ما بشه. نمیشه شما مرتب ستون پایه قدرت بسازی، بگی چون من ستون پایه قدرت میسازم لطفا همه خفه چی نگم. هم معلومه که انسان اعتراض میکنه، مثل کودکیست که به او غذا ندید، نمیشه گفت حرف نزن. خب معلومه که جیغ میزنه، داد میزنه، گریه میکنه، فریاد میزنه مادر به من غذا بده، ندی من گریه میکنم. حالا این جامعه داره اعتراض میکنه، اعتراض به چی میکنه؟ به این خشونت های عریانی که شما اعمال میکنه. مهسا رو میگید خودش مرده، اون 131 نفری که آمار داده شده و هر کدام اونها به ناحق کشته شدن، به ناحق. میگوید اگر یکی به ناحق کشته بشه، مثل که تمام انسانها به ناحق کشته شدن، یک انسان در مقابل همه جهانه. تعجبه از اون 130 تا حرف چرا نمیزنی؟ خانم بیرجندی میگوین در تمام شهرها اعتراضات دانشجوییست، چرا اونها رو با تفنگ میزنی؟ اعتراض خودشون رو چه شکلی به گوش شما بیاورن؟ 20 و چند سال اصلاح طلبان سر قدرت بودن، گفتن ما صحبت میکنیم، شما به ما اعتماد کنیم. خب این مردم به اینها اعتماد کردن، چه کردن؟ واقعیتش چه کردن؟ غیر از که هر سال وضعیت اقتصادی وطن بدتر شده، بدتر شده، مرتب ما تحلیل میکنیم. من به شخص بارها مقاله نوشتم و تحلیل کردم که وضعیت اقتصادی ایران در موقعیت بسیار خطرناکه برای این وطن، و تأثیرات بد اقتصادیش آدم در تمام امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی میبینه. اینها رو نمیشه چشم بروش بس. حالا آقای خامنه امروز صحبت کردم، چی گفته این آقای خامنه؟ اومد از این مردم عذرخواهی کنه، میگه یه خانمی مرده، متاسف مرده. خب یه جهانی داره برای ما اسرائیلی و آمریکایی و اروپایی و سلطنت طلب و مجاهد و همه رو ردیف کرده، اینها دارن زمین ساز میشن. زمین ساز چی میشن؟ اولا که دروغ میگید، شما دروغ آشکار میگید. هیچ کدوم اینها مسببی نیستن که در سطح جهان مردم ایران همبستگی نشون بدن برای تغییر. هیچ کدوم اینها باعث نشدن که در این وطن مردم برخواستن و دانشگاه به دانشگاه، شهر به شهر اینها اعتراض میکنن. بیش از 100 شهر بزرگ کشور و کوچک کشور در اعتراضات خیابانی و دانشگاهی فعالن. همین امروز هرانا یک
نقشه از ایران زده و استانها رو مشخص کرده، میزان دانشجویی و غیر دانشجوییش هم گفته. حالا نمیخوام بحث کنیم که صحت داره یا نداره چقدره، ولی واقعیت اینه که این جامعه شهرهای مختلف کشور فعال هستن، بخشش هم که تو نقشه نیست کویر و بیابان، شهرها رو مشخص کرده، استانها رو مشخص کرده، فعالن. روزی که مردم اهواز صبح آمدن در خیابان همه شوق داشتن، شادی داشتن، من با ایران تماس داشتم، میگفتن بالاخره به جای شب یک شهر روز اومد در خیابان برای تظاهرات و همه نگران بودن چرا دانشجوها فعال نیستن. امروز در سر تا سر کشور اصلا جمعیت جوان بیداد میکنه، شعارهایی که میدن فوق‌العاده است. من اگه اجازه بدید چند تا شعار میخوام خدمت شما عزیزان به عنوان اطلاع بگم که شور و هیجانی که جوان ایرانی برای تحول داره چگونه است و اون تحلیل هایی که به عقیده من بخشی از اونها اصلا درست نیست رو جامعه جوان ایرانی کاملا زده کنار. دانشگاه شریف گفتن حسین 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 کجایی، یزید شده سپاهی. حیدر حیدر شعارشون جنایت افتخارتون. این رو دانشگاه صنعتی شریف گفتن، البته شعارهای دیگه هم دادن، اینها جدید بوده. دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفته ما اهل کوفه نیستیم، شریف تنها بماند. دانشگاه فردوسی مشهد گفته شریف شده محاصره، اینا میگن مذاکره. واقعیتش ها، جنایت بالاتر از این نمیشه. جوان ایرانی رو سرکوب محض بکنیم. در اصفهان هر کسی که در خیابان چهارباغ راه میره جوان رو میگن میگیرنش و فرداش آزادش میکنن تا این ترس رو در جامعه نهادینه کنن، ترسی که 40 ساله میکوشن البته تا اینکه سکوت رو مردم رعایت کنن. میگه شریفیه باش شرافت پشت تیم تا قیامت. مدارس دخترانه دانش آموزان شعار دادن، این جالبه، دختران دانش آموزم وارد جمع شدن. روسری نه توسری، آزادی و برابری. صنعتی اصفهان گفتن این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، حسین حسین کجایی، یزید شده سپاهی. حیدر حیدر شعارشون جنایت افتخارشون، اینو در این جام گفتن. دانشگاه صنعتی سجاد گفته شریفی ها رو کشتن مگر مهسا رو نکشتن. دانشگاه صنعتی اصفهان این همه لشکر آمده به عشق میهن آمده. در اصفهان دانشجویان که از دانشگاه آمدن بیرون که اونها رو خواستن بزنن فرار کردن به مراکز فروش و رفتن تو مغازه ها پنهان شدن، اومدن تمام شیشه ها رو خورد کردن. این خشونت رو دانشجو میکنه؟ این جامعه ایرانیه که داره انجام میده؟ نه. آقای خامنه‌ای هم امروز در صحبتی که کرد حرف از تغییر نیست، حرف از تحول نیست، حرف از تهدیده، حرف از ترساندن مردم، حرف از اینه که مثل همیشه که دشمن 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 میکنه، میگن عقل قدرت مدار با تخریب دیگری شروع میکنه. این میگوید به شما ملت و به ما ملت، شما احمقید، نمیدانید. این خارجی ها شما رو دارن گول میزنن و شما خیلی آدم های ساده‌ای هستید، گول اینا رو میخورید. واقعیت حرف ایشون اینه و شما ابزار قدرت بقیه شدید. حالا این چماقدارهایی که شما تربیت کردید 40 سال ابزار قدرت کی هستن؟ این ملت ابزار آزادی شدن، ابزار استقلال طلبی شدن، ابزار خارج از این روابط قدرت شدن، خسته شدن از این همه بی‌حرمتی، نبود آینده روشن، نبود استقلال فردی، نبود آزادی فردی، نبود آینده روشن، نبود امنیت برای همگان، بی‌حرمت کردن زن، زن رو ضعیفه و دون انسان دانستن و به هر شکل شده بخوای اون رو تحقیر کنی تا بتونی جامعه رو تحقیر کنی، تا بتونی جامعه رو به اسارت بیاری. این در وجدان جامعه جوان ایرانی دیگه قابل تحمل نیست. بر فرض هم گرفتیم شما این بارم اینها رو سرکوب کردی، بر فرض
دفعه دیگه میخواد چیکار کنید؟ چون راه حل برای مشکلات ایران ندارید و فقط میخواهید خشونت اعمال کنید. بنابراین جامعه ایران اومده بیرون و خواهان تحولاته. چه تحولاتی؟ تا امروز من شعار خشونت طلبی به این عنوان که میکشیم میزنیم هست تو شعارها، ولی شعار محوری نیست، شعاری که همه گیر بشه نیست، متوجه هستی؟ پس بنابراین خواهان تحول جامعه هست. خواهر خودش رو به دوستی خطاب میکنه، زنان مردان رو به دوستی دعوت میکنن، مردان زنان رو به دوستی دعوت میکنن، یگانگی میخواهن به طلبه. اینها نمادهایی هست از ویژگی های حقه که کاری که میکنه. پس بنابراین کاری که ما کردیم تا به امروز که دفاع از حقوق کردیم کار اشتباهی نبود. دومی که تنها وسیله‌ای که ما در مقابل قدرت داریم چیه؟ تفنگ نیست، شمشیر نیست، دفاع از حقوق، اطلاع رسانیست، اعتماد به نفس داشتنه، انتقال اعتماد به نفس به جامعه جوان ایرانی، پشتیبانی از جامعه جوان کردن تا این جامعه جوان برخیزد و تحول رو ممکن کنه. البته وظیفه ما هم هست که راه حل در حقوق مداری بدیم. من این رو جدیدن در عرض یک سال گذشته در جمع‌های مختلف میشنوم که برای آینده ایران باید یک راه حلی داد که حقوق بشر از ارکان آن باشه، ولی توضیح نمیدن چه شکلی ارکانش باید باشه. من چندین جلسه با شما عزیزان رو مطرح کردم. در یک جامعه که ما زندگی میکنیم انسانها دارای حقوق هم، این حقوق باید رعایت بشه. یک سری مجموع حقوق شهروندی دارن، اینها هم باید رعایت بشه. ما در یک طبیعتی زندگی میکنیم، این حقوق طبیعت هم باید رعایت بشه. در یک وطنی هستیم که اقوام مختلف داره، حقوق اونها هم باید به رسمیت شناخته بشه و رعایت بشه. و یک وطنی هستیم میان وطنهای دیگه در سطح جهان، ما باید رابطه هامون بر اساس عدم خشونت باشه. حالا از دیرباز این فرهنگ ایرانی بوده، گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. کردار ما باید نیک باشه، بر اساس عدم خشونت باشه، نه زور بپذیری نه زور بگویی. اون موقع خشونت ها رو به حد اقل میرسونیم، تحول رو در جامعه به حد اکثر میرسونیم. شدنیه؟ بله. امکانش هست؟ بله. برنامه براش موجود هست. ما یک برنامه عرضه کردیم به جامعه ایران، دقیق شفاف، در زمینه اقتصادی هم راه حل داره، در زمینه اجتماعی هم راه حل گذاشیم، زمینه تبعیض‌ها که باید از بین بره برای اونها هم همه رو برشمردیم راه حل دادیم. مثل که شما بخواد یک بنای عظیمی بسازی همینطور شروع نمی کنی، هیچ کس این کار نمی کنه. تا این برنامه دقیق نباشه، مهندسیش کامل نباشه، محاسبه نشه، نمیرم برای ساخت. یه همچی کاری ما در اون قانون اساسی پیشنهاد کردیم، برای برنامه دوران گذار هم پیشنهاد کردیم. اصول همش هم از حقوق با در نظر گرفتن اصلی که جدایی بنیاد دینی در روابط قدرت، یعنی در قانون اساسی وجود نداره، و به اضافه این که ایدئولوژیک هرچه هست باید حقوق باشه. پس بنابراین اونهایی که میخواهن آقای خامنه ای بره جاش بشینن، حزب در ایران بیان مال خودشونو بذارن حاکم بر قدرت بشن، اونجا به اونها اون قانون اساسی اجازه نمیده، نقش به اونها نمیده. میتونن نظرات خودشونو در اختیار همه بذارن، ولی قدرت طلبی رو امکانشو نمیده، اون قانون اساسی نمیده. در صورتی که قانون اساسی که فعلا ما داریم اساس محور همه چیزش قدرت مسلط ولی فقیه هست و اون کسایی که باش همکار هستن بر جان و مال و ناموس مردم. این محوریت باید برداشته بشه و در آینده ایران هم نقشی نداشته باشه، نه حزب، نه شخص، نه گروه، نه شخص دینی، نه شخص نظامی، نه دولت خارجی، هیچ حقی بر حق حاکمیت مردم ایران نداره. این رو ما باید از توی قلبمون حسش کنیم که نداره و اجازه ندیم. حالا ایستادیم، این جامعه جوان هم ایستاده، امیدواریم با پشتیبانی هایی که میکنیم
بتواند امکان تحول رو ممکن کنه، تا اینکه آقای خامنه‌ای که امروز اومده با یک غروری همه رو دشمن میدونه بیاد بگه که من صدای انقلاب شما رو شنیدم. البته دیر شده، متاسفم که همه استبدادیان خیلی دیر حاضر هستن بیان کنن حقیقتی رو که داره اتفاق میفته. من سخن کوتاه میکنم، خیلی ممنون از حوصله شما و گوش میدم به نظرات عزیزم. سپاسگزار جناب آقای گلزار. حالا من بیشتر میخواستم که یه جوری در واقع راجب جنبش ها هم صحبت کنیم، بعد راجب راه حلایی که شما فرمودی مثلا دو بخشش کنیم که دوستان نظراتشون در راه حل ها هم از شما بشنون هم خودشون مطرح کنن. اما اگر دوستان در مورد جنبش ها سوال دارن لطفاً دستشون رو بالا اعلام کنید. بله ممنون، که من مایک رو در اختیارتون بذارم، بعد مجموع سوال ها رو جناب گلزار از شما پاسخش رو میشنویم. خب من حتماً جواب بدم یا اینکه دوست دارید که با هم جواب بدید؟ اگر که اجازه بدین یه دو سه نفر حداقل بشنویم بعد با کمال ممنون. متشکرم جناب آقای منیری، ما در اختیار شما، بفرمایید. مرسی، عرض درود. من میخواستم اول از همه عرض بکنم آیه گلزار ببخشید، شما راجع به تجمعات دانشجویان صحبت کردید که فرمودید جز مدنی ترین تجمعاته و جز مسالمت آمیز ترین. آیا در حال حاضر واقعا دیگه دانشجویان باید به این نکته توجه بکنن، با این مخصوصا به خاطر وقایع دیشب، مخصوصا به خاطر وقایع دیشب و اون بلایی که سر دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف آوردن، دیگه اصلا کلن جایگاهی برای اعتراض مدنی میمونه؟ یا اینکه حالا من خودم به شخصه با برخوردی که دیگه توی دانشگاه داشتن، حالا خیلی وقت پیشتر این بحث بود که جمهوری اسلامی در واقع به شکل اشغالگره، به شکل یک دشمن باید باهاش برخورد کرد. اینکه اگر نزنی میخوری، نه اینکه بخوایم فانتزی برخورد بکنیم. چون دقیقاً چند روز قبلش بود، فکر کنم یک روز قبل یا دو روز قبلش بود که دانشجوها داشتن بین نیروهای گارد ویژه گل پخش میکردن و دقیقاً حالا متاسفانه دیشب اون اتفاقات افتاد. مرسی بابت وقتی که من دادید. ممنون جناب منیری. آقای حسن حمزه‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم. درود و عرض ادب خدمت دوستان همکاران و شما گلزار. جناب گلزار من یه سوال داشتم، شما فرمودین که جوانان الان فهمیدن و به خیابون اومدن و دارن حقشون رو میگیرن. در واقع سوال من این بود که برای بعد این قضیه، بعد سرنگونی، حالا ما میگیم اسمشو میذاریم، آیا واقعا جوانای ایران آماده هستن اون گفتایی که شما فرمودین، این که بخواد کسی دیگه دخالت نکنه، شخص دیگه نیاد یا هر چی که شما فرمودین، چند درصد واقعا جوان ها توی این موضوع آماده هستن؟ چون من توی این چند روز اونجوری که توی صفحات اینستاگرام یا توییتر بودم، اکثرا به نظر من فکر میکنم که خیلی هنوز مشکل داریم. ما باید واقعیت ها رو هم ببینیم. درسته که نمیخوام فاز منفی بدم و اینا، ولی واقعا خیلی مشکلات داریم. خیلی از جوان های ما هستن که هنوز این موضوع رو درک نکردن و فکر میکنم یه خورده سخت‌تر باشه. خواستم نظر شما رو بدونم در این مورد، این که جوانای ما چقدر واقعا پذیرش اینو دارن که بخوان خودشون تصمیم بگیرن، نه کسای دیگه یا از کشورهای دیگه. ممنونم. متشکرم. آقای حمزه‌زاده عذرخواهی میکنم، توی صحبت شما یا منظورتون به این بود که مثلا طیف خاصی این مشکلات بینشون هست، یعنی مثل مخالفین و موافقین، یا اینکه نه؟ ببینید منظوری که بحث از جدایی میفته، بحث از یعنی شنونده یه در واقع صحبت هایی هستن که همون میتونیم بگیم شاید از طرف جمهوری اسلامی صورت میگیره، درسته؟ من فکر میکنم از طرف جمهوری اسلامی هست، بله، ولی اینکه حس میکنم جوونا اونقدر هنوز آماده این داستان نیستن. یادم یه بار آقای شفایی صحبت میکردن، میگفتن قبلا پارسال بود، میگفتن شاید چندین سال طول بکشه که اون آگاهی جمعی به اون جایی برسه که بخواین این کارو کنن، ولی خب ما امسال دقیقاً یک سال نشد، الان داریم میبینیم که داره تغییر پیدا میکنه. و اینکه آیا واقعا این تغییر، خب ما با اینجاش کاری نداریم، بعد این قضیه چقدر میتونه به اون کمک کنه؟ یعنی در واقع ترس من از اینه که
میترسم این که بخواد بدتر بشه، یعنی این انقلاب بخواد بعدش، دارم در مورد بعدی صحبت میکنم، بخواد بدتر به ضرر اون بشه. ممنونم. درست، ممنون از توضیحاتتون. خب جناب آقای پورمن، شما رو هم بشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود خدمت همگی. گلزار، من با یکی از حرفای شما کاملا مخالفم و اینکه به نظر من کاملا اشتباهه، اونم اینکه شما از کلمه خشونت طلبی به تعدد و توی جلسات استفاده میکنید. این کاملا اشتباهه و همونجا که آقای مونی کلمه گفتن، من با حرفشون بسیار موافقم. جان چه کلمه عوض بخوام متوجه نشد؟ خشونت طلبی. افراد دوستان، خانواده ها، برادرها، خواهرای ما که الان بیرون هستن، اینا به هیچ عنوان خشونت طلب نبودن، نیستن. نه. مسئله اینه که در مقابل یه خشونت، مسئله اینه که در مقابل یه خشونت دفاع مشروع میکنن از خودش و به هیچ عنوان اسمش خشونت نیست. نکته دوم، شما میفرمایید که شعار میدن، میگن میکشن برادرم کشت یا هر چیز دیگه‌ای. قطعا درسته. بخشی از مبارزه، مبارزه روانیه، رجزخانیه و این باعث تضعیف میشه و این چیزهایی که به وجود میاد، این به اصطلاح خیزش های عظیمی که میشه، جمعیت های زیادی که میشه، چجوری هست که یک نفر وقتی وارد میشه همه جمعیت وارد میشن؟ چون که اون بار روانیشو کم میکنه و به نظر من اصلا این کلمه مناسب نیست که شما به تعدد دارید ازش استفاده میکنید. بله. نه توضیح میدم حتما. بله خواهش. بله. خب ممنون. ببخش آقای گلزار. آقای منیری دستتون همچنان بالا هست. سوال دارید مجدد یا از قبل دستتون بالا مونده؟ نه ببخشید، عذر میخوام. البته من حالا آقای گلزار بفرمایند، من روی صحبت آقای حمزه‌زاده کامنت داشتم، اما خب بعد از آقای گلزار. ممنونم. خب جناب گلزار در خدمتتون هست. بله، به ترتیب سعی میکنم توضیح بدم، اما برای اینکه روشن بشه صحبت، خوبه که با صحبت آقای پورمن صحبت از این صحبت. ببینید، استبداد یه سری ابزار داره دیگه. ابزار اصلیش چیه؟ خشونته. وقتی عمل میکنه میشه خشونت طلب، تولید کننده خشونت میشه. غیر از این نیست دیگه. نگفتم که جامعه ایران خشونت طلبه، که مردم ایران خشونت طلبن که نه. کی میخواد خشونت اعمال کنه؟ مثلا بگیریم توی یه چارچوبی یه خانواده ای، مردی همسر خودش رو هر روز اذیت میکنه به شکلهای مختلف، خشونت اعمال میکنه، میشه آدم خشونت طلب. حالا یا این خانم، این همسر ایشون در مقابل خشونت او ایستادگی میکنه یا از کنار خشونتش میگذره. اگه از کنار خشونتش گذشت میشه خشونت پرهیز، اگر نه در مقابل خشونتش ایستاد، از حقوق خودش دفاع کرد، میشه خشونت زدا. یعنی سعی میکنه این خشونت رو بیمحل کنه. کار درست همینه. من اعتقاد به خشونت زدایی دارم، نه به خشونت پرهیزی. در مقابل خشونت باید ایستاد و از حقوقت دفاع کنی، اما همون وسیله که طرف مقابل اعمال میکنه، خشونت اعمال میکنه، که خب اگه منم خشونت اعمال کنم که دیگه مسئله نیست، که دیگه دوتامون خشونت طلبیم. برمیگردم به سنت هایی که در کشورهای دیگه هست. کسانی که ورزش رزمی میرن یاد میگیرن، اگه خوب یاد بگیرن، اصل ورزش رزمی اینه که دفاع خوب از خودت بکنی، آنچنان دفاع کنی که اون طرف مقابل نتونه از قدرت خودش استفاده کنه و تو قدرتش بیمحل کنی، از قدرت خودش ضد خودش استفاده کنی. دفاع میکنه، اما یه دفاعی میکنه که برنده آخر خودش. نمیگه منم شروع میکنم تو رو میزنم پدرت رو در میارم، اون قاعدش نیست. اصلا ورزش های دیگه که نه، میگه دفاع میکنی، تو هم میزنی دک و دنده اونو خورد میکنه. اونم یه نوع ورزش، اصلش بر تضاده. اون یکی اصلش بر تضاد نیست که مثلا در ژاپن یا کشورهای دیگه
این کارو میکنن. چرا میگن تختی نماد ورزش در جامعه ایرانی؟ چون در مبارزه طرف مقابلش دستش معیوبه، اون رو استفاده نمیکنه برای از بین به صلاح ضربه زدن، شده نماد ورزشکار جامعه ایرانی. کمتر هم میشنوی، من که تا حالا نشیدم، میگن عجب آدم احمقی بود، باید دستش میگرفت میزد لهش میکرد. نه، برنده شد، ولی با افتخار برنده شد. دوتا تفاوت بین خشونت طلبی، خشونت پرهیزی و خشونت زدایی. پس بنابراین جامعه ایرانی تا امروز خشونت پرهیزی و خشونت زدایی رو با هم داره انجام میده. میره در دانشگاه یه سری شعار میده، خشونت پرهیزی میکنه. بعد یاد میگیرن اگه در محیط دانشگاه قرار بگیرن مورد سرکوب قرار میگیرن، تصمیم میگیره بره خارج از دانشگاه خشونت زدایی کنه. یعنی جامعه رو دعوت بکنه که همگرایی بیشتر بشه، به تعداد دانشجو نمونه. این رو میره کتاب میخونه که این کارو میکنه؟ نه، تجربه روزانش بهش میگه، بر اساس اون فطرتش عمل میکنه که حقوق انسانه. میشینم با هم حرف میزنم. حالا من از ایران با من یه کسی تماس گرفته و مفصل میگفت تو جلسه شون راجع به چه چیزهایی حرف زدن. همین حرفایی که الان ما زدیم هم اونا هم با هم میشینن دانشجوها صحبت میکنن، از ترساشون میگن، نگرانیاشون میگن، چه شکلی کار کنیم، چه شکلی فعال کنیم. یه عده‌شون اعتقاد دارن که حتما باید کوکتل مولوتوف داشته باشیم، یه عده‌شون میگن چه شکلی تفنگ تهیه کنیم، اکثریتشون هم میگن نه، اگه این کارو بکنیم طرف مقابل دوره دیده، کلاس رفته، قسم خورده و آینده خودش هم در خطر میبینه، پس بنابراین از اسلحه‌اش استفاده میکنه. خب آقای منیری میگن تجمع، امیدوارم که توضیح من کافی باشه، اگر نیست بگی تا من توضیح بدم راجع به خشونت طلبی. برای جامعه، هیچ جامعه‌ای به خودش میل نداره خشونت اعمال کنه، هیچ خانواده‌ای در چارچوب خانواده دوست ندارن که خشونت درش اعمال بشه، هیچ انسانی هم دلش نمیخواد به خودش خشن باشه. اون بخشی رو که میگیم نه، یه کسی هم هست مشکل روحی روانی داره، با اون عموما داریم صحبت میکنیم. عموما انسان ها نمیخوان اذیت بشن، انسان ها میخوان تا چارچوب خانواده که وارد میشن عشق باشد و دوستی باشد و صفا و صمیمیت، بعد برخورد هم به وجود بیاد. جامعه هم همینطوره، به یکی رأی میدن که مشکلاتشون حل بشه، رأی نمیدن که اقتصادشون بدبخت بشه، ورشکسته بشن، جنگ براشون درست کنن، 8 سال حاکم بشه بر کشور جنگشون و پدر مردم رو در بیاره. آقای منیری گفتن تجمع دانشجویان این اعتراضات مدنی که میکنن، تا امروز اعتراضات مدنی کرده، حالا اعتراضات مدنی که میکنن طرف مقابل که تک تیرانداز هست، فیلم هایی که گذاشتن که از پشت درخت تیر میزنه، از بالا تیر میزنه، آدم هایی که انواع و اقسام لباس های مجهز، امروز تو هرانا من دیدم یه دونه مقاله نوشته که از کی این گارد ویژه درست شده و از چه زمانی با چه نوع امکاناتی درست کردن تا به حال سرانشون کسان. خیلی مقاله مفصل خوبیه، توصیه میکنم دوستان بخونن. اون نظام چون استبدادی است، متناسب با عکس العمل های مردم که وزارت کشور و سپاه هر دو میرن هر سال بررسی میکنن چند درصد مردم مخالفن، چرا مخالفن، به قضا مخالفن، به پوشش مخالفن، به کار، به آینده، اینا رو جمع‌بندی میکنم، میگم اوه 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 درصد نارضایتی رفته بالا، یه بخش کوچیکش هم انتشار پیدا میکنه. میگن خب در مقابلش چه باید بکنیم؟ ما که راه حل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نمیتونیم بدیم، خط قرمزامون کاملا شفافه، پس نیروی سرکوب اضافه کنیم. هی نیروی سرکوب اضافه کردن. حالا ما میگیم رسیدیم به یه فازی که دیگه خسته شدیم. منم تفنگ برمی دارم. تفنگ می داره کیو میخوای بکشی؟ و تو از اون میکشی؟ اون همکارش میگه چون آینده من در خطره، اگه تا امروز یکی میکشتم حالا 10 تا میکشم. چون اون تربیت شده سیستم استبداده. یه تفاوتی کرد. در انقلاب ایران شما بهتون پیشنهاد میکنم کتاب ما مثل برف آب خواهیم شد که صحبت سران ارتش شاه، اسمشون هم آوردم، نوارش بعد از انقلاب این پیدا شد، نوار رو تکثیر کردن پخش کردن،
بعد همین رو کردنش کتاب. اونجا توضیح میده چی کار کنیم جلو ملت رو بگیریم. میگه این شکلی بکشیم. یه تیمسار دیگه میگه نه تو شهر ما فلان کارو کردم. میگه نه تانکا رو بیارید. میگه نه مردم میان اینطوری برق. هر چی میگن میگه پیشفنگ بکنید با سرنیزه به طرف مردم. میگه مردم میان گل میذارن تو گلوله تفنگ. میگه مردم رو این شکلی برخورد کنه. میگه بابا مردم میان سربازا رو ماچ میکنن شیرنی میذارن دهنشون. و یه تیمسار میگه ما مثل برف آب خواهیم شد. مردم این امکان خشونتی که بر ضد اونها داشتیم از دست ما گرفتن. واقعیت اجتماعیش اینه. من کار ندارم که بعد آقای خامنه ای و خمینی و اینا آمدن حاکم شدن بر یک انقلابی که مردم کردن. واقعیتش اینه که خلع سلاح کردن. کسی را که میگفت من سومین نیروی مخفی جهان رو دارم، پنجمین ارتش جهان، خلع سلاح کردن و اون ارتش اومد به دامان مردم. حالا فیلم های پخش شده، یه کسایی میان به سربازا گل میدن. شما دیدی تا گل میده اون بیگه کتکش بزنه؟ نه، میشکنه. اون یه انسانه که این انسان تو چارچوب این استبداد داره کار میکنه. حالا که تو چارچوب استبداد کار میکنه، ته دلش خیلی ناراحته. من به یه مناسبتی یه دفعه با یه آقای حرف زدم که این واواکی بود. نمیگو واواکی هم ولی پیدا بود. میگو ما وقتی سر کار میریم دو سر طلاییم، هرچی اونا میگن باید بگیم چش با اینا و هی تحقیر رو میکنن. میایم تو خونه پیش دوستانمون جرئت نمیکنیم بگیم چی کاره ایم و شدیم چوب دو سر طلا. استیفا نمیتونیم بدیم. البته من شنونده بودم. من خب حالا ببین چی میخوای بگیم. بدبختی رفته توی منجلاب خودشو اسیر کرد. راه حل اون نیست. راه حل همگرایی است که جوانان خانواده ها رو دعوت به حرکت بکنن. وقتی حرکت زیاد شد، جمعیت اومد تو صحنه، اینها نمیتونن کاری بکنن. بذارید براتون یه مثال بزنم. زدن زاهدان شهر رو آتش زدن، تعدادی رو هم کشتن، بالای 50 نفر که آمار داد. عین این کار رو در نجف آباد اصفهان کردن. به یک شهر حمله میکنن که خیال میکنن این شهر ضعیفه، تعداد زیادی رو میکشن و آتش میزنن و همه کاری میکنن. میگن این ترسی که حاکم میکنیم تمام جامعه رو در بر میگیره. الان با زاهدان همین کارو کردن. شعار دانشجوها دفاع از مردم زاهدانه. چه در مشهد که شعار دادن، چه در شهرهای دیگه دفاع از زاهدان کردن. تصور نمیکردن، خیال میکردن مردم میترسن. عکسش نتیجه داده که جوان اومده دفاع میکنه از حق زاهد. ولی چرا اون کارو میکنه؟ این کارو میکنه در زاهدان که مردم وحشت کنن. یک دفعه سه روز پیش 6 نفر صبح با هم دیگه اعدام میکنه و اعلام میکنن که ما اعدام کردیم در فلان زندان. این جو ترس رو میخواد وارد کنه. البته بگذاریم که از اول سال تا به حال این کارو مرتب میکنن، چون جو حاکم بر ایران در حال انفجار بوده، نه اینکه اینها ندونن در حال انفجاره. برمیگردم به صحبت آقای حمزه‌زاده. میگن که ترس هست. منم ترس شما رو قبول دارم که آیا این جوانان میتونن آینده ایران رو مدیریت کنن؟ احتمال زیادم میتونن مدیریت کنن. دلیل نیست که توشون مدیرم نباشه. مدیر حتما نباید 50 و 60 و 70 سالش باشه. مدیر میتونه 30 سالش باشه، 35 سالش باشه. در کشورهای مختلف هم این تجربه شده، در وطن خود ما هم تجربه شده. آدم‌های جوانی هستن که متخصصن، عشق به میهن دارن، عشق به رشد دارن، عشق به فعالیت دارن، دستشون هم به فساد و دزدی و اینها عادت نکرده. آدم‌های پاکی هستن. چرا نتونن وطن رو مدیریت کنن؟ کی گفته اونها نمیتونن مدیریت کنن؟ من در این خارج کشور بسیاری از دوستان خود من در سنای بسیار پایین شدن دکترا و پروفسور، در رشته های خودشون فوق العاده متبهر. چرا در وطن ما نتونیم همچی کار رو انجام بدیم؟ اما همیشه مدیریت اجتماعی نیست که بگم میریم دانشگاه شریف 10 نفر بیان مدیریت کنن. نه، در بستر اجتماعی یه عده رشد میکنن، یه عده فعال هستن. مردم باید به برنامه اونها اعتماد کنن. اون برنامه باید چارچوب و ضوابط خودش داشته باشه و بعد بتونیم اون کارو انجام بدیم. اما این نیست که فقط شما نگران هستید، من هم نگران هستم.
نگران هستم در آینده چه خواهد شد، ولی یک موقعیت اجتماعی که به وجود میاد از این موقعیت باید به نحو احسن استفاده کرد. مثل که شما اومدید الان خارج داری زندگی میکنید، بگه حالا که اومدیم دیگه هیچ کار نمیکنم. نه، الان در این موقعیتی که قرار گرفتید به نحو احسن باید از امکانات اجتماعی برای رشد خودتون و برای آینده خودتون استفاده کنید. نکنید اشتباه کرد. میکروفون آزاد میکنم و گوش میدم فعلا به نظرات بقیه است. بسیار عالی جناب گلزار، ممنونم از شما. آقای گلزار منم دو تا سوال دارم که یکیشو الان ازتون اگر اجازه بدین میپرسم، اون سوالو میذارم تو بخشی که در مورد راه حل میخواین صحبت کنین. صحبت اینه که جوانان در واقع حالا همین کسانی که کف خیابون هستن و معترضین هستن خودشون میگن که این با شعارشون البته میگن این اغتشاش نیست، انقلابه. میخواستم از نظر شما بدونم که آیا ویژگی های یک انقلاب رو داره، چون حالا به هر حال صحبت ها بر سر انقلاب بودن این مسئله هستش. خوشحال میشم نظر شما رو بشنوم و صحبتم رو کوتاه میکنم. آقای سعادتی بفرمایید، خواهش میکنم. درود خدمت دوستان عزیز، فقط میخواستم اینو بگم که ما فکر نکنیم در دانشگاه صنعتی شریف بچه ها با کلاشینکوف رفته بودن سر کلاس. دقیقا اعتراض مدنی بوده، یعنی داشتن شعار میدادن و گلوله خوردن و دستگیر شدن و رفتن زندان. بعد یکی از دوستانم در مورد ترس حرف میزد. فکر نکنم من خودم شخصا زنگ زده باشم به تهران یا شیراز یا اصفهان بگم بریزید بیرون. اینا به شجاعت رسیدن که ریستن بیرون، تازه با دست خالی جلوی تفنگ، تازه نه جلوی پلیسی که بتونی جلوش داد بزنی و اعتراض کنی، جلوی پلیسی که وقتی برمیگردی میگی حرف حساب چی آقا، یا اسپرت یا باتون. جلوی این پلیس به هیچ عنوان اعتراض مدنی جواب نمیده. این از این. بعد یکی دیگه همین که دوست عزیز، بزرگوار، محترم، ما اولین چیزی که میخوایم به شما بگیم بچه هایی که اونجا هستن توی خیابون، هیچ کدومشون وقتی سنگ پرت میکنن از بغل دستش نمیپرسن حزبت چیه، همشون یک صدا به خاطر ایران بلند شدن. و الانم من دارم میگم اون دوست عزیزمون برگشت گفت که شما میکشید اونا هم میکشن. عزیز من الان کل کشورها دارن میگن، رسانه ها دارن میگن، الان هر جوان ایرانی حق به دفاع شخصی داره، میتونه از خودش دفاع کنه، داره کشته میشه. جلوی پلیسیه که جنایتکاره، جلوی ارتشیه که وقتی داری صداش میزنی میاد جلوی دوربین وای میسته و میگه خوب کاری کردیم کشتیم. بعد با خنده هم بعضی هاشون میگن، تازه مال گذشته رو میگه به سرشون نزدیم، به پاشون هم زدیم. و گل بدم که این آب بشه، من با دستام گلوی این رو آب میکنم، اصلا اجازه نمیدم این بخواد نفس بکشه که بخواد هموطنهای من رو بکشه. اونایی که دارن توی ایران کشته میشن هموطنهای ما هن، خواهر و برادرهای ما هن. اونا عاشق بودن، اونا کار داشتن، اونا هم مثل ما روز و شب داشتن، اونا هم فکر زندگیشون بودن. به خاطر تفکر کچلواری هایی که به ما میگن بیاین مدنی مدنی مدنی، با این پلیس نمیشه عزیز من، مدنی با این پلیس نمیشه. من میتونم لباسمو در بیارم برم توی خیابون بشینم، پلیس آلمان به خاطر اینکه خودش آبی آبرو نشه میاد دنبال من، ولی با پلیس ایران نمیشه. وقتی کسی که اومده از سپاهیه برمیگرده میگه که این فاحشه، که دانشگاهی هم از استاد دانشگاهه، میگه مهسا معلوم نبود سگ کجا، ما بیاین با این به این گل بدم که چی آب بشه، به این گل بدم که زمانم آب بشه، به این گل بدم که هموطنام کشته بشن. هر روز هر روز یه دونه هشتگ هشتگ ببینید. ممنونم ازتون. ممنون آقای سعادتی. خانم فرایی شما رو میشنویم، بفرمایید، خواهش میکنم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمام همکاران. میگم واقعا خیلی شرایط ایران متاسفانه این روزا وحشتناک است. من امروز خودم داشتم خبرها رو میخوندم، دختر دانش‌آموز مقنعه‌شون رو درآورده بودن و شعار میدادن، دانشگاهی ها تمام سراسر کشور دارن شعار میدن. و واقعا دیشب فکر نمی‌کنم حتی از ما ایرانی که گذشته، خارجی ها به حال ایران گریه میکنن که نخبه ها اینجوری انگار تو قفس گرفتار بودن. کجا دیدید دانشجو کیف به رو دوشش باشه داره فرار میکنه از دست مامور؟ غیر از که تو ایران اینجوریه، غیر از این که داره واقعا حق دانشجو، حق مردم، حق بچه ها خورده میشه، چرا باید نخبه ها فرار کنن؟ چرا باید الان تمام
بچه ها فراری باشن از ایران. چرا باید ما بچه هامونو بترسیم؟ واقعا واقعا وحشت داریم از ایران، از این حکومت کثیفی که الان هست. الان ببینید دیشب چقدر بچه های بیگناه رو گرفتن، چقدر دانشجوهای بیگناه رو گرفتن، فقط به خاطر اینکه دارن حق خواهی میکنن، به خاطر اینکه حقشون رو میخوان. کوچکترین چیزی که ملت ایران میخوان چیه؟ آزادی بیان ملت ایران ندارن. الان دخترای دانش آموزا امروز مقنعه‌هاشون در آورده بودن و شعار میدادن، عکس خامنه‌ای و خمینی رو دارن پاره میکنن تو مدارس. اینا کسی اینا رو نمیخواد، اینا باید بفهمن. اینا اگه بهشون گل دادی با یه تیر خلاصت میکنن. دیشب یه دونه خانم آقا بودن سوار موتور بودن، من اینو واقعا دیدم، و اینکه داشتن رد میشدن، پلیس اینا رو محاصره کرد، خانومه رو کتک زد، آقا رو کتک زد، آخر سرم با شوکر زد به سر مرده. خب این واقعا انسانیته؟ آخه چطوری ما باید، من واقعا خودم نمیدونم به چه زبانی باید به این دنیا بفهمونم. مردم ایران نیاز به پول ندارن، مردم ایران الان نیاز به حمایت دارن. تحریم‌ها به درد مردم ایران نمیخوره. الان اینا به جایی که بخوان تحریم کنن، مردم ایران رو حمایت کنن. چرا برای عزیز جنبندی میکنید لطفا؟ ممنونم از این که مایی که در اختیار من گذاشتید. متشکرم. ممنونم. خب آقای پورمن ببخشید، قبل از شما آقای منیری دستشون بالا بود، آوردم پایین. من مایکو میدم ایشون، بعد شما صحبت بفرمایید. مرسی. ممنون، ببخشید آقای پورمن. من اول از همه توی صحبت یه کامنتی دارم روی صحبت آقای حمزه‌زاده. خیلی از مردم میترسن که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی قرار چه حکومتی بیاد. این ترس بیشتر نشأت گرفته از انقلاب 57، چون خب به هر حال خیلی فاصله زیادی نداریم تا اون انقلاب و نتیجهش هم دیدیم. من معتقدم اتفاقا یک حالا جالب اینجاست، این دقیقا یکی از دلایل خوبی که میشه براش پیدا کرد همین نداشتن رهبره. یک زمانی توی انقلاب 57 همه رفتن تحت لوای خمینی و آقای خمینی هم از این موقعیت، از این قدرتش سوء استفاده کرد و تمام احزاب و تمام صداهای دیگر رو قلقم کرد. مردم توی انقلاب 57 شدیداً به خمینی اعتماد کردن و گفتن آقا دیگه حالا تو رهبر شدی و هر کاری تو بکنی. اما در حال حاضر همچین رهبر واحدی وجود نداره که مردم 100% بهش اعتماد بکنن و به همین دلیل اگر کسی بخواد بعد از این سرنگونی بیاد، باز تحت نظره، زیر سواله، یعنی همه مردم ازش بازخواست میکنن. پاشو یه ذره چپ و راست بذاره، همه میگن چرا این کارو کردی. اینجوری نیست که بگن خب دیگه مصالح نظام به مردم عادی ربطی نداره. نه، اتفاقا یکی از خوبی های این انقلاب که باز من اسمش هم انقلاب میذارم دقیقا اینه که همه چشم و گوش بسته از یک رهبر اطاعت نمی کنن و از اون بابت بعدش هم خیالتون راحت باشه. اینکه حالا واقعا مردم از یه طرف نگرانی اینه که یک نفر قدرتمند نیاد، از یه طرف اینکه حالا مردم آیا این قدرت رو دارن که کشور رو اداره کنن، که من 100% با آقای گلزار موافقم، هست آدم هایی که بتونن اگر قلقم نشن عذر بخوام اگر قلقم نشن بتونن کشور رو اداره کنن. مرسی، ببخشید. ممنون آقای منیری جان. پور من بفرمید، خواهش میکنم. یه دو تا نکته فرمودید گلزار، یکیش این بود که گفتید که بله شرم میکنه و اونم میگه من میخوام از اسلحه استفاده کنم. راجع به پلیسی بود یا اون نیروی سرکوبی بود که گفتید بیرون هست، اگه توی تنش و کنش و واکنش قرار بگیریم میگه من از اسلحه استفاده میکنم. من توی چت نوشتم الان داره از گلوله جنگی استفاده میشه. گلوله جنگی میدونید دیگه، مرمی سرش، سر اون فشنگ مرمیه. مرمی چیزیه که با اون بارودی که داره ازش انرژی ساطع میشه راحت قشنگ یه آدمی رو میتونه ساقط کنه از زندگی. این یه نکته که اصلا الان رسیده به مرحله بعد از اون صحبت های شما.
نکته دوم، شما یه قیاسی داشتین که این قیاس به نظر من محل فارغه، یعنی کلن به نظر من اشتباه بود قیاستون، که بیایید سران مثلا گارد شاهنشاهی و اینا رو مقایسه کنید با کسایی که الان وجود دارن. تفکر، ایدئولوژی و چیزی رو که به خورد اینا دادن ما فوق تصوریه که آدم ها میگن آدم عادی مگه میتونه آدم بکشه؟ آره میکشن دیگه، دارید میبینید دیگه. این اتفاقا که داره میفته، این اتفاقا که داره میفته الان به نظر من دیگه خیلی جالب نیست که من بیام اسم خشونت روش بذارم، خیلی درست نیست. یعنی این تفکر اشتباهیه که دارن پراکنده میکنن، میگن خشونت. من معذرت میخوام، به عنوان یه فعال حقوق بشر خانم عبادی، من فکر میکنم اللحاظ رتبه و اللحاظ آگاهی و اللحاظ این مسائل بالاتر از شما باشن، که در اومد گفت دفاع مشروع، کشت بکشتش، داره میکشتت بکشش، لوله اسلحه رو، این جملهش، لوله اسلحه رو با درگرد سمت خودش، و حرفش منطقیه. شما وقتی بیای تو اون پسره، اون بود که میومد گل میداد، یه پسره اگه اشتباه نکنم موهاش هم خیلی قشنگ بود و بلند بود که گل میداد بهشون، من دیدم، وقتی من دیدم خیلی متاثر شدم، گفتم این ندید که هفته قبل، روز قبل، دو ساعت قبل همین دستش به خونه کسای دیگه آلوده است. اون تفکراتی رو که شما دارید میگید راجع به کسی هست که مستقل داره زندگی شخصیشو داره، هیچ ربطی به نظام نداره، حقوق میگیره. اینا ذوب در ولایت هستن. کسی که ذوب تو ولایت هست شما هیچ کارش نمیتونی بکنی. ولی حالا با اون اوصاف دیگه‌ای که شما دارید میگید، من با نظر شما کاملا مخالفم. یعنی چیزی نمیبینم. چیزی نمیبینم که بخواد راجبش این باشه بگم من الان آره این جاشو میگیرم، چون چیزی رو که حقیقتی رو که من دارم از تو بطن جامعه، از دوستان، از خانواده‌ام میگیرم و میبینم کاملا متفاوته با چیزی که شما فرموده. در خدمتتون هستم. ممنون آقای پورمن. جناب آقای رایی در خدمت شما هستیم، خیلی خوش اومدیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. علی با درود به شما دوستان گرامی، من هم خواستم چند دقیقه در گفتگوی شما شرکت کنم در این نوبت، و اون این استش که توجه داشته باشیم که دفاع از خود صحیح است، اما دفاع از خود با تدبیر، با فرصت شناسی مناسب و با محیط شدن بر علم رژیم. اگر قرار باشه ما محیط در جنگ، دارم میگم در تقابل، موقعی که در وضعیت دفاعی قرار گرفتین، یعنی در وضعیت تقابل قرار گرفتین، لازم است که علم شما برتری داشته باشد بر دشمن. دشمن اگر میداند که از او حمایت مسلحانه میشه، قوای سرکوب رو به او میدن، شبکه جهانی قدرت از او حمایت میکنه، سرکوب میکنه و میدانه که مبارزه مسلحانه رو بپذیرین، حتما به نفع خودشه، نه به نفع شما. به این علت که شما مجبورید برای اینکه مبارزه مسلحانه در مقابل او بکنید وابسته بشید، و این وابستگی رو ارباب های شبکه جهانی قدرت به ضرر شما و به نفع رژیم ولایت فقیه میخوان. این رژیم اگر سر قدرته، به این علت که مورد حمایت قرار گرفته، پس لازمه اون تدبیری رو بکنیم، اون اندازه حقوقی رو پیدا کنیم که به نفع ماست. قرار نیستش که در مقابل یک بوکسر قهرمان جهان سنگین وزن بریم جلو و سعی کنیم حتما ببریم. خب میبازیم. پس لازمه اون سیاستی رو تدبیر کنیم که بتونیم ببریم ازش. اون سیاستی که لازمه در مقابل رژیم ما حمایت کنیم اینه که با بدنه رژیم تا میتوانیم درگیر نشیم، با سران رژیم درگیر شیم، با بدنه رژیم گونه‌ای برخورد کنیم که اول اسلحه‌هاشون رو دستشون بگیریم و بعد اگر چاره‌ای نداشتیم داره ما رو میکشه، ما هم در مقابل رو بکشیم. در این مقابله که با قوای رژیم داریم، لازمه توجه کنیم که ما بر نیروی خود تکیه داریم و بر ریزش در درون رژیم تکیه داریم. ما میخوایم نوعی مبارزه بکنیم که در اونها شک و تردید ایجاد کنیم، در اونها این موضوع ایجاد کنیم که ما خشونت نیستیم، ما خشن نیستیم، طرفدار خشونت نیستیم،
اما فقط از خود دفاع میکنیم، چرا که گاهی خود در مواقعی شما چاره‌ای برای ما نمیگذارید. پس بنابراین خشونت زدایی که آقای جهانگیر گلزار دارن باز میکنن، این تدبیر امور و به اندازه پیدا کردن دفاع هست، نه هر دفاعی. این که من عصبانی بشم و اون چون منو میکشه من نکشم کشته میشم، نه، این میتونه این فکر میتونه خودش به ضرر ما باشه، به این علت که این فکر میتونه به این معنی باشه که یکی اندازه بگیری یکی اندازه نگیری، یکی حساب کنه یکی حساب نکنه. پس اون سیاست خشونت زدایی رو که در جنبش های مختلف جواب داده، در خود ایران هم تاریخچه داره و جواب داده، جایگزین خشونت علیه خشونت بشه. مثال میزنم، برای حال از ایران بگذاریم بریم مثالی بزنیم در یک کشور دیگه دنیا. فنلاند کوچولو با روسیه بزرگ درگیر شد، اتحاد جماهیر شوروی بزرگ در سال 1939 درگیر شد. اتحاد جماهیر شوروی به فنلاندیا چی میگفتن؟ میگفتن این قسمت بزرگ خاک رو به شما میدیم و قسمت کوچیکه رو بدیم به ما، فنلاند مستقل. اون قسمت کوچولو ثروتمند بوده، اون قسمت بزرگ خاک و بیابان و اینا بوده. به هر حال با هم توافق کردن، حتی فنلاندی ها به اتحاد جماهیر شوروی امتیاز داد، اما شوروی همه امتیاز سهم شیر رو میخواست. سهم شیر یعنی این که شیر میاد اول تومش رو میخوره، بعد که میخوان بیان اون لاشه ها رو بردارم میگه اونم من میخوام، بعد میخوان استخونا رو میخوام میگه اونم. سهم شیر اینه. اتحاد جماهیر شوروی این سهم شیر رو خواست، درگیری شد. فنلاند کوچک و ضعیف در مقابل بهش میگن جنگ زمستانی، روی ویکی‌پدیا یا جهات دیگه نگاه کنید، جنگیدن با هم دیگه. فنلاند در وضعیت دفاعی اسلحه خاص از فرانسه و انگلیس اون موقع بهش ندادن، دیر رسید و فنلاندیای بی اسلحه در مقابل شوروی وایسادن با 20 خورده هزار کشته، 350 هزار کشته، اینجوری که تاریخ دانا میگن، حالا بعضیا که میگن خیلی بیشتر، 350 هزار کشته روسی رو گرفتن و جنگ زمستانی رو بردن. همین فنلاندی‌ها که جنگ زمستانی رو از روسیه بردن با اون تلفات سنگینی که ایجاد کردن، خواستن اون قسمت کوچیکی که نگرفتن رو بگیرن، همکار هیتلر شدن. برای اینکه کمک بتونن بگیرن حتما بگیرن، همکار هیتلر شدن. اون نه تنها نتوانستن پس بگیرن اون سرزمین رو، در جنگ فرسایشی باختن و هنوز که هنوز اون سرزمین رو پیش نگرفتن، برای که فنلاندی‌ها رو مردم انگشت اتهام شما همکار هیتلر بودین از سرشون برداشته نشد، هنوز هم برداشته نشده. پس میبینیم که میتوان مبارزه کرد پیروز شد و میتوان حتی مبارزه رو ادامه در ناپیروز شد، میتوان شیوهی رو انتخاب کرد که میل سرکوب در رژیم آورد پایین و میتوان شیوه مبارزه رو ایجاد کرد که افکار عمومی جهان رو با خود داشت. موقعی که ایرانی ها میان شعار مرگ بر میدن، قسمتی از افکار عمومی جهان رو از دست میدن. موقعی که ایرانی ها به فرانسوی، من خودم الان در تظاهرات فرانسه شرکت کردم، میگه به فرانسوی میگه که سرنگون باد، اما فارسی میگه مرگ بر، و بعد یه خانم فرانسوی بلند میشه میگه که ایرانی ها دوست دارن شعار مرگ بر بدن، توی ویترین دنیا آبروی خودشون رو بردن. پس میبینیم که لازمه که بر روی حقوق تا جایی که میتوانیم وایسیم، خشونت رو به صورت فیزیکی، به صورت فیزیکی در صورتی جواب بدیم که حصار خشونت کامل شده و ما جایی، یعنی هیچ راهی جز این جواب دادن زور با زور نداریم، و تا جایی که میتونیم انواع اقسام استراتژی ها و تاکتیک های خشونت زدایی رو که به درستی آقای گلزار دارن باز میکنن رو اتخاذ کنیم، نافرمانی های مدنی رو باز کنیم، همکاری ها رو زیاد کنیم، گفتگو با دشمن خودمون رو قطع نکنیم چون وسیله خودمون هم دست خودمون گرفتیم، و انواع و اقسام راه حل هایی که میتونه میل به خشونت رو در اون پایین بیاره رو باز کنیم. جایی هم که میبینیم داریم کشته میشیم، کاملا صحیح، حتما باید از خود دفاع کنیم. اومده خونه منو میگیره، باید باز هم دفاع کنم، همسایه ها هم باید بیان دفاع کنن. اما اگر نکردن و من در وضعیتی هستم مثل بهایی ها، میاد خونه من رو نابود میکنه، همسایه هم دفاع نمی کنم، من هم نمیتونم دفاع کنم، منتظر باید بایستم تا راه حل جمعی پیدا کنم. بعضی اوقات راه حل فردی رو نمیشه با جمعی جواب، بدون راه حل جمعی جواب داد.
بعضی وقت مشکلات فردی رو نمیشه بدون راه حل جمعی جواب داد، بعضی وقت مشکلات جمعی رو هم نمیشه با هر راه حل جمعی جواب داد. لازمه تدبیر آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، لازمه که با رندی تصمیم بگیریم، به اندازه تصمیم بگیریم. مثلا میبخشین زیاد حرف زدم، اگه اجازه بدید من پاسخ چند سوال بدم، وگرنه تعداد خیلی زیاد شد. بله بفرمایید. اگر موافق هستید خانم جان. آقای حمزه‌زاده، آقای سعادتی رو بعد از پاسخ شما میشنوید. بفرمایید. برای اینکه وقتی خیلی فاصله بیفته آدم سوالا دیگه یواش یواش از ذهنش میره. درست. اولین سوالو شما کردید و به درستی خانم بیژندی. چرا مردم انقلاب میکنن؟ کی اصلاح میکنن؟ اول اینکه از زمانی که اصلاح طلبا از زمان آقای خاتمی به قدرت رسیدن، اینها گفتن که انقلاب مساوی است با خشونت و خشونت ورزی و در چارچوب این نظام ما می توانیم اصلاحات کنیم. من دوستان رو رجوع میدم به بندهای از قانون اساسی که میان میخونده میشه در همین جمع خود ما، و اونجا بین اصل 21 تا 28 29 رو همیشه میگن اینها ظرفیت های این نظامه. اعتراض میتونی بکنی، اعتصاب میتونی بکنی، چی میتونی بکنی، چی میتونی. آیا تونستن از این ظرفیت ها استفاده کنن؟ خیر. آیا تو جنبش دانشجویی که آقای خاتمی این پیام داده بود استفاده کردن؟ نه، دانشجوها رو کشتن، از پنجره هم پرت کردن پایین. آخر کارم رفتن گفتم اون کسی که آتش زده پشته بود میخواسته یه دونه ریشتراش بدوزه برداره. آیا روزنامه ها رو یه جا نبستن؟ مگه نگفتن انتشارات آزاد جز به همون اصولی که به مردم میگفتن؟ انقلابیگری رو مساویت با خشونت، خشونت محض، که این نظام اگر عوض بشه امکان داره بدتر از این بشه، کشورهای خارجی به ما حمله خواهند کرد، پدر ما رو در آب خواهند آورد، تا امروز تأثیر خودش گذاشته. چرا پدران و مادران نسل های 45-50 کمتر شرکت میکنن در این تجمعات دانشجویی؟ چون هنوز اینا تو ذهنشون نشسته انقلاب مساوی است با خشونت طلبی و کار درستی نیست. اصلاحات چی کار کرد؟ آیا اصلاحات در چارچوب این نظام تونست کاری بکنه؟ تا قبل از انتخابات این دوره که آقای رئیسی اومد خیلی اصلاح طلب بودن، بعد یک دفعه یه شکست عمده‌ای خوردن که آقا شما نه طرح داری، نه برنامه داری، نه راه حل داری. خسته شدیم، 20 سال ما از شما طرفداری میکنن. طرفدار انقلاب شدن، نه که طرفدار مایوس شدن اونها اصلاح طلب. ولی جامعه جوان چی میگه؟ اون بیانش رو باید نگاه کنیم. به عدم خشونت داره شعار میده، نمیگه من خشونت میبرزم، میگه تو چرا خشونت میبرزی؟ چرا میکشی؟ جنایت و خیانت و فساد زیر سر رهبری است. دیگه شعار از این واضح‌تر نمیشه و انواع و اقسام از این شعارها رو میده. چی رو میخواد تغییر بده؟ آن کارهایی رو که در این نظام انجام شده که امکان فقر رو به وجود آورده، نابسامانی ها رو به وجود آورده، ساختارها را از دوستی به خشونت و تضاد تبدیل کرده. همش هم که اقتصادی نیست، اجتماعی هم هست، فرهنگی هم هست، سیاسی هم هست. کاری کرده ایران رو منفور جهان کرده برای که میخواد یه بمب اتم بسازه. خب حالا اسم این رو چی میذارم وقتی میخواد شما همه ساختارها رو عوض کنیم؟ بگن انقلاب. حالا یه مثال دیگه میذارم خدمت شما. اگه یه خانه داشته باشید که این خانه رو یه متخصص میاد میگه آقا این پیاش پی ساختمانتون خیلی رطوبت کشیده، این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، جلو رطوبت رو میگیریم، دیواراتون هم که ریخته درست میکنیم، این سقفتون هم این مقدار درست نیست، کاپ کشیتون هم میشه تعمیرش کرد. میگن این اصلاحاتی که شما میخواهید بکنید چقدر خرج داره؟ میگه اینقدر. چه مدت طول میکشه؟ اینقدر. شما تصمیم میگیرید انجام بدید، اصلاح میکنه ساختمانتون. یه موقع یه متخصص میاره میگه آقا این په نشسته، این ساختمان ترک های عظیم خورده، امکان داره هر لحظه بیره سرتون.
سیم کشی ساختمانتون هم اصلا مناسب نیست، هر لحظه امکان داره خونه رو با آتیش بزنه، نور کشیتون هم که مشکل داره، این ساختمان رو نمیشه اصلاحش کرد، باید خراب کرد، از نو ستون پایه های جدیدی برای ساخت. به اون میگن در جامعه شناسی انقلاب. من خواهان تغییر ستون پایه های روابط اجتماعی هستم، روابط اقتصادی هستم، فرهنگی هستم. به چه ترتیب اینا حقوق مدار بشه؟ اقتصاد چه شکلی متحول میکنی؟ به زبان خیلی ساده، تمام روابط اقتصادی باید ترکیب بده با حقوق انسان و حقوق طبیعت. اگه این ترکیب رو داد، با کارگر رابطهش درست میشه، با تولید درست میشه، با عمران طبیعت درست میشه، شما چیز نمیدی، ضرر نمیدی، سوداوری میره بالا، در این سوداوری بقیه رو هم شریک میکنی و تحول میاری در کارخانه یا هر چی دیگه و با کسایی که با هم همکار هست. و این رابطه در ایران نیست، این باید تغییر ساختار پیدا کنه. بس به نظر من آن چیزی که باید اتفاق بیفته انقلابه. اما یه چیز خدمتتون عرض کنم، خواسته های انقلاب 57 غیر از اینا نیست. شما همه خواسته های جوانان رو ردیف بکنید، لیست کنید چی ما میخوایم، 20 خواسته اساسی میشه. این 20 خواسته 20 خواسته انقلاب ایران هم هست. مردم اون موقع هم همین رو میخواستن. آن که بر قدرت نشسته ضد انقلابه، ضد همه اونها رفتار میکنه. بنا نبوده روحانیت شرکت کنه، میکنن. بنا نبوده در قدرت نقش داشته باشه، داره. بنا نبوده رئیس جمهور آخوند باشه، که آخوند هست. بنا نبوده اقتصاد وضعیتش این شکلی بشه که شده. بنا بوده زن منزلت داشته باشه که نداره، کارگر منزل، هیچ کدومش نیست. روزنامه‌ها آزاد باشن، احزاب آزاد باشن، همون 20 خواسته اصلی است که جامعه ایرانی اون موقع داشته. اون انقلاب با اون هدفی که داشته انحراف رفته شده این ضد انقلابی که بر ما حاکمه. و مردم خواهان تغییرات اساسی هن. اگر نشه تحول نمیشه. مثل این میمونه که خیلی عزم خواهم یه مثال میزنم، مردی هر روز همسر خودشو بزنه، بگم یه اصلاحاتی بکنه، حالا شما یه چای خوب دم کنی، ایشون هم از فردا رو شما رو با چوب نمیزنه، با کمربند میزنه. ببخشید غلط میکنه که بزنه. تغییر ساختاری نه که اینها باید با هم دوست باشن، یار و مهربان باشن در مقابل هم. نباشن این زندگی جهنمه. فعلا در ایران جهنمه، باید تغییرات ساختاری انجام بشه. میخواهید در یه جلسه راجع به تغییرات ساختاری چیست میتونیم با هم مفصل صحبت کنیم. من نظر خودم میگم چه چیزهایی باید تغییر کنیم. فکر کنم خانم یا آقای سعادتی هستن. بله، گفتن جوانان با دست خالی به مبارزه رفتن، جوانان یک صدا برای ایران بلند شدن. من کاملا باشون موافق هستم، ولی جوانان تنها نیستن. هر جنبش اجتماعی نیاز داره به پشتیبانی وجدان جهانی. شما تصورش بکنید آقای جیجک که یک آدم فیلسوف جامعه شناس هست، ایشون اومده تحلیل کرده که من باش موافقم. میگه این فمینیستا در غرب تمام کوشششون این بود که مردها مدافع حقوق زنان بشود. شما در یه شب یه دیدیم جامعه ایرانی زن و مرد اومدن بیرون، در عرض چند روز تمام فضای ایران رو گرفتن و زنان، مردان دفاع میکنن از حقوق زنان و زنان یه پارچه از حقوق خودشون دفاع میکنن. و جامعه جهانی این رو باید گفت، به دفاع از حقوق اینها برخواسته، به دفاع از حقوقشون برخواسته. این دست تنها نیستیم ما. ما الان با عمل کرده مدافع حقوق بشر بودن و عمل کرده دوستانهی که داریم و عمل کرده ایستادگی که مقاوم داریم، چه در خارج چه در داخل، باعث شده وجدان جهانی پشتیبان ما باشه و این بسیار ارزشمنده. برای تحول بزرگترین ارزش داره که آدمهای وابسته، آدمهای زورمدار، قدرتمدار، اینها نخواهند که در آینده ایران نقش پیدا کنن. البته خیلی باید حساس بود، به این راحتی هم نیست. میگید که گل به سرباز دادن مثلا کار درستی نیست. نه، اون شما یه موقع به تیمسار میری گل میدی، مثلا اون ذوب شده در ولایت، یه موقع اون سرباز ماموره،
اون کارمند اومده اونجا، میره تو خونه دل خوشی نداره، با همسایه دل خوشی نداره که اصلا بگه من امروز چی کردم. یه کتابی هست به نام کاگبه دولتی در دولت، بعد از فروپاشی کاگبه یک خانم رفته مصاحبه کرده با سران ترور کاگبه در زمان روسیه که شما عمل کرده بودید، وجدانتون چه شکلی عمل میکرد. این در همه کشورها مثل همه، این وجدانش بیماره، دنبال سلامت میگرده، مخصوصا اونا که کارمند سادن. من نمیخوام بگم آقای لاجوردی و اون که شکنجه‌گره مثلا واوا که عین اون میمونه که اومد تو خیابون، الان یه سری بچه آوردن تو خیابون، اینقدر آدم کم داره آوردن، آدمای خیلی نوجوان لباس تنشون کردن به عنوان بسیجی گذاشتن کنار خیابون، دیگه فیلماش هم پخش شده. و این رو باید دعوتش کرد به دوستی تا بیاد، حتی جمع هایی که میزنن شما نکنه یکی از بین خودشون میاد مدافع میشه میکشه بقیه رو کنار. این وجدان ها رو برای به دوستی باید دعوت کرد تا خصومت ها کم بشه. کار ساده ایست؟ نه. حالا دوستان میگن که نه باید رفت زد و کشت و این کار کرد، شما میگید این تبلیغ درسته، من مخالف نظر شما هستم، شما هم حق داری مخالف نظر من باشه. فعلا جامعه اون کارو نمیکنه، خیال نکنیم اونها آدمای احمقی هستن تو دانشگاه های مختلف کشور که نمیکنه، اما یه کاری خیلی فوق العاده میکنه که 96 و 88 و 98 نکرده. و اون که نیروی سرکوب که به قول خودشون میان به جامعه حمله کنن، اینا ضد حمله انجام میدن و همه اینا فرار میکنن، با چوب و سنگ از خودشون دفاع میکنن و پلیسا فرار میکنن. تصور نمیکردن که اگر موتور سوارا بیان کسی جلوشون بیسته. نه، امروز مردم میستن، چه دوربین باشه میستن، چه با چوب باشه میستن، چه با سنگ. و این یه وجدان جمعی فوق‌العاده‌ای هست. به قول دوستی هم گفت که اینا به هم زنگ نمیزنن چه شکلی عمل کن، ولی عمل کرده ها شبیه هم هست. آقای خانم خزائی گفتن که مردم ایران حمایت میخوان، من کاملا با شما هم‌عقیده هستم، چه در داخل و چه در خارج باید حمایت بشه. مخصوصا یه نقش خیلی عمده ما داریم که دعوت بکنم خانواده هایی که کم سنشون بالاتره که پشتیبانی از بچه هاشون میکنن. این ترسی که سالان سال در وجودشون نشسته و این دوگانگی که وای چه بکنم چه خواهد شد رو باید بشکنم. فعلا هنوز نشکسته، ترس اونها بیشتره. یه خانم دانشجو از دانشگاه تهران برای من توضیح داد که امروز سر کلاس های درس چه شکلی بود. رفتیم سر کلاس درس، چون که بخش هایی که ما داشتیم تظاهرات نبود، رفتیم اولین استادی که اومد جامعه شناسی گفت که من خیلی شرمندم که اومدم سر کلاس درس، جای ما اینه که بریم توی این جمعیت، البته حرف از 4 روز پیشه، بریم تو جمعیت بپیوندیم به این جامعه. ولی من یه چیز میخوام بهتون بگم، من سنم بالاتر از شماست، کارمندم، ترسم خیلی زیاده. شما که جوونید برید تو صحنه، واقعیتش هم همینه. میگه کلاس دوم که رفتیم، اونم کلاس جامعه شناسی بود، اونم عین همینه به ما گفت. گفت من دلم میخواد اصلا درس ندم. و میگفت یهو گروه هنر شروع کرد در دانشگاه تظاهرات کردن، تا که صداشون رفت بالا گفت ما دیگه هیچی نمیگیم، حداقل صدای اعتراضات اونها رو بشنویم. پس یه همدلی زمان میبره و یک همراهی باید ممکن بشه که داره میشه، شاید هم بتونن سرکوب کنن، این رو هم هست. آقای منیری گفتن که بله آقای خمینی حق با شماست، متاسفانه جنایت رو به حد اعلا رسوند و همه مخالفین رو، فرق نمیکرد چه گروه و دسته‌ای باشه، حتی خودی های خودشون رو هم در حال حاضر هم میبینید که تا دیروز با اصلاح طلبان یکی بودن، امروز دوگانه شدن. این قاعده قدرته، میگن تقسیم به دو حذف یکی، فعلا از این قاعده پیروی میکنن. و گفتید که در حال حاضر یه کاری که میکنن، یه ترسی رو اصلاح طلبان مخصوصا و در خارج هم بسیاری از گروه ها این کار رو میکردن، به جامعه جوان مخصوصا وارد میکردن که همه احزاب باید با هم متحد بشن تا بشه کاری کرد. تو ایران هم میگفتن که خب آقا ببین تو این خارج کشور ما 40 سال نتونستن با هم اتحاد کنن، هر کسی که با هر کسی اتحاد نمیکنه.
مثل که ما بگیم چرا گروه هایی که خشونت طلب هستن و مثلا ذهنیت فاشیستی دارن نمیان تو کانون دفاع از حقوق بشر فعال بشن؟ خب ذهنیتشون نمیخوره با جمع ما. این دفاع از حقوق میکنه، اون ضد حقوق فاشیسته. حالا اینو تبلیغ میکردن. امروز جامعه جوان ایران یک وجدان جمعی و یک رهبری جمعی پیدا کرده. این فوق‌العاده است، بی نظیره. شما جامعه شناسانی که در این رابطه می نویسن اندکند. چرا؟ میگن تحول جهانی با وجدان جمعی و رهبریت جمعی ممکن میشه. این که یکی از بالا بیا بگه چه کار کنیم مردم بکنن، این دستور از بالا امکان تحول را جامعه میده. من اعتقاد به این دارم که این رهبر البته در یک زمانی میرسه که این تحول اجتماعی به سمت و سوی میره که یک نفر رو باید پیدا کنن که او بشود سخنگوی مردم، نه رهبر مردم، چون مردم که گوسفند نیستن که رهبر بکنن، سخنگو بشه تا بتوانن که بعد دوران گذار رو بگذرونیم و بتونیم که یک دموکراسی رو ممکن کنیم. من در ایران روزهای آقای پورمند گفتن که راجع به گرفتن اسلحه و اینا، ببینید در انقلاب 57، حالا انقلاب 57 بگیم، این هم یه تجربه تاریخی است برای جهان ما دیگه. تا روزهای آخر هر وقت اسلحه نبوده، طرف مقابل داشت، این طرف نداشت که مردم بودن. نه اون سه چهار روز آخر که دیگه هیچ کس تو هیچ پادگانی نبود، یه عده رفتن اسلحه ها رو تو پادگان ها آوردن. من جایی نخوندم که اونا رفته باشن آدم آدم کشی کرده باشن، نکردن. بعدم یه گفتم بهشون هر کی اسلحه از پادگان آورده برن مردم تحویل بدن. بسیار رفتن تحویل دادن، حتی یه دم اسلحه ها رو برای خودشون نگه داشتن، ولی اکثرا رفتن اسلحه ها رو دادن. من با خانم عبادی تفاوت نظر دارم، خیلی تفاوت نظر دارم. بچه‌ها برای شما یه خاطره بگم، آقای شفاهی هم اینجا میتونن شهادت بدن. ما رفته بودیم در سوئیس، در شهر ژنو یه کنگره گذاشتیم از کسانی که ایرانیانی که مدافع حقوق بشر بودن. در اونجا قرار شد که بریم جلوی اون مرکز تظاهراتی بذاریم، متنی خونده بشه، متنی تهیه کردیم. همینطور که داشتیم با ماشین میرفتیم کنار اون دریاچه ژنو دیدیم خانم عبادی داره پیاده راه میره. این دوستی از ما این گفت که بذارید من برم باش حرف بزنم، بگم فردا بیا تو تظاهرات ما. رفت به خانم عبادی گفت که فردا ما همچین تظاهراتی داریم، این و این. ایشون در اومد گفت که نه، شما برید کار خودتون رو بکنید، منم کار خودم بکنم. عجیب بود برای من. یه جمعی از ایرانی ها از دور دنیا بلند شدن اومدن اینجا. شما فقط در این جمع باشی یه ارزشی بود برای شما و برای اون جمع و یه یگانگی بود. قبول نکردم. ایشون تا همین چند وقت پیش اصلاح طلب بوده. خب من نیستم و من نبودم اصلاح طلب. ایشون در چارچوب این نظام گفت حالا انشالله تو همین نظام میشود یک کاری کرد، تحول کرد. با اینکه به عنوان کسی که جایزه حقوق بشر گرفته نباید تو امور سیاسی نظرهای این شکلی میداد، میتونست دفاع از حقوق بکنه، ولی که اصلاحات راه حل هست و نیست رو من باش اعتقاد نداشتم. اینکه دفاع مشروع بکنی که هر کسی مدافع دفاع مشروعه، مگه من میگم یه کسی که اومد پاسدار شما رو زد بگی حالا که این ور صورتم رو زدیم لطفا بفرمایید این ورم بزنید؟ معلومه که من میگم از خودت دفاع، معلومه که میگم من باید خودتو مجهز بشی در دفاع به هر شکلش. ولی حمله ور دو تا امر مختلفه که ما هم وهمی داریم از فردا ما هم یه گروه میشیم این ور خیابون، اونا هم یه بر تیر بزن تیر بسون. مگه ما چقدر تیر داریم؟ اونا هم تیربار دارن و تجهیزات. دعوایی که ما جنگ نداریم، میخوایم وطنمون رو نجات بدیم، تقریبا میخوایم به حد اقل بکشیم، به حد اقل، چون این وطن رو باید دو مرتبه ساخت وقتی تخریبش میکنیم. و این آدم ها رو باید بهشون امکان بدی که بیان به صف مردم. خیلی مهمه که بیان به صف مردم. هر یه نفری که از صف دشمن به صف مردم اومد باید با آغوش باز او رو پذیرا بود تا تحول ممکن بشه، وگرنه اون طرف کسکردگی پیدا میکنه، میگه اوه 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 اینا میخوان پدر منو در آینده در بیارن، پس من میمونم تو رکاب ولایت فقیه تا بتونم خشونت میبرزم. این امکان خشونت رو باید از ذهنش گرفت. بله من فکر کنم که
نظراتم رو گفتم، هیچ اشکالی نداره اگه عزیزی نظر من رو موافق، مثلا برای این نیومدم که صحبت کنم که شما نظر من رو بپذیرید، ولی اینجا اومدیم با همدیگه تبادل نظر کنیم. این ترس ها و این ترس که نگم، این نگرانی هایی که الان شما دارید، من دارم، جامعه جوانم در ایران داره، پدر مادرشون هم داره، برای این نگرانی ها هر روز اینا کنار هم میشنن گفتگو میکنن، تو پارک، تو خونه، تو خیابون، هر جا. من با اون تعدادی که در رابطه هستم میبینم هر روز میگم ما گفتگو میکنیم، تا اینکه ببینن چیکار کنن که بهترین روش رو داشته باشن و بیشترین و بهترین نتیجه رو بده. باید با اونها همراهی کرد. اگه یه جام اشتباه کردن باید بهشون گوشزد کرد که این اشتباه رو نکنید که به صلاح خسارت به جمع و به جنبش وارد میشه. ممنونم جناب آقای گلزار. من خیلی کوتاه ما بین صحبت‌های شما یه چیزی رو بگم که حالا با توجه به رعب و وحشت و خشونت که دیروز با دانشجویان دانشگاه شریف انجام دادن، اما امروز از صبح باز هم ما شاهد جنبش دانشجویان بودیم و این باز نشون میده که بچه‌های ما دیگه اون ترس و وحشتی که ما حتی الان در موردش استراب داریم و نگرانی هستیم رو ندارن. یعنی روشی که این نظام نشون داد تو دانشگاه شریف تصور میکرد و امروز دیگه دانشجو نمیاد بیرون، عکس شده دانشجو شکسته اون روب و وحشت اینها رو. دقیقا. و من فیلمی هم دیدم امروز که بچه های مدرسه ای در گوهردشت کرج مدیر کل آموزش پرورش رو از مدرسه بیرون کردن همشون و بسیار این فیلم جالب بود. خب آقای حمزه‌زاده فکر میکنم دستشون بالا بود، اگر اشتباه کردم ببخشید. آقای سعادتی بفرمایید. آقای حمزه‌زاده درود مجدد خدمت دوستان. آقای گلزار من فکر میکنم سوالی که اول کردم اشتباه انجام دادم و بچه ها کلا یه چیز دیگه متوجه شدن. من یه جور دیگه این سوال رو مطرح میکنم. ببینید الان این انقلابی که الان داره صورت میگیره تو ایران یه جورایی مشکوک به اینه که از بیرون داره حمایت میشه یا داره کنترل میشه، چون ما دیدیم توی آبان 98 این همه آدم 1500 نفر پیروز مردن، هیچ جای دنیا حرفی در موردش زده نشد، یا حتی قبلش یا 88، ولی این بار مثل این که شما حسابش کنید آبشار نیاگارا هم اومدن مثلا، خیلی از این چیزا هستش که تو دنیا ترکونده و یه جورایی مشکوک به این قضیه است که شاید داره از قبل برنامه‌ریزی شده و داره انجام میشه. حالا ما این نظریه رو اگه در حد همون نظریه هم بدونیم، فرض رو بر این بگیریم که این قضیه درسته، جوانای ما چجوری چقدر آمادن بابت این قضیه که بخوان اینو بفهمن؟ الان شما میبینید من اسمشو خشونت نمیذارم، من اسمشو میذارم هیجان. ما ایرانی ها هیجانی هستیم، به قول معروف جوگیریم. الان میبینیم که توی خارج از ایران وقتی تظاهرات میشه طرف ریش گذاشته شبیه یکی از آدما بوده، 20 نفر 30 نفر دورش کردن دارن میزننش، یه خانم مهناز افشار اومده تو جمعیت همه میخوان بزننش و این هیجانی که دارن خیلی زیاده و ما همه هم میدونیم وقتی که هیجانات بالا باشه درصد خطا زیاده و میتونن کسای دیگه سوء استفاده کنن. در واقع من دارم میگم که این قضیه که امروز پیش اومده چقدرش یعنی از بیرون داره کنترل میشه و ما چقدر به این موضوع آگاهیم. ما باید در مورد اون چیزایی که مشکل هستن به نظرم صحبت باید بکنیم، چون نباید فقط بیایم و تشویق کنیم و بگیم همه چی خوبه، همه چی درست داره پیش میره، همه چی عالیه، بچه‌ها این کارو کردن. خب باید اون نکته هایی که ایراد دارن یه خورده زوم کنیم روشون ببینیم اگر قرار اینجوری باشه. حالا ما برادرم صحبت میکردم، ما توی شهر کوچیکی زندگی میکنیم، میگفتش که این تظاهرات خب قبلی ها خیلی فرق میکرد، یعنی چون آدم ها رو میشناختش میگفت، میگفت سپاهی ها خیلی کمتر بیرونن، اکثرا اطلاعاتی و نیرو انتظامی هن و یه جورایی بوی این میاد که این داره از بیرون یا از قبل طراحی شده و داره انجام میشه و میره جلو. من نمیخوام فاز منفی بدم یا بخوام مثلا اختشاش ایجاد کنم بین نظرها و اینا، ولی اینکه واقعا اگر فرض رو بر این بگیریم که اینجوری باشه، با توجه به اینکه جوانای ما شما دارید میبینید توی اروپا، حالا ما تو اروپاییم خیلی میدونیم، به قول معروف خود بیشتر مثلا دیدیم، تجربه‌مون بیشتره، میایم اینجوری رفتار میکنیم، تو خیابون میگیریم مردم رو میزنیم و این اسمش دقیقاً هم هیجان هم خشونته. ببین وقتی کسی از روبرو داره به حمله میکنه تو اونو میزنی خیلی قضیهش فرق میکنه با اینکه تو خیابون یکی رو میبینی که خوشت نمیاد، اصلا آقا اون واقعا اصلا طرفدار نظامه، به چه حقی باید بری بزنیش یا مثلا تحقیرش کنی یا باید بهش بگی که بگو فلان چیز، بگو نمیدونم مرگ بر خمینی؟ اینو میخواستم برام اگه میشه باز کنی، یا شما یا شفایی دست. ممنون میشم.
مرسی آقای حمزه‌زاده. آقای سعادتی بفرمایید، خواهش می‌کنم. درودی مجدد خدمت دوستان عزیز. خیلی زود همینجوری تیتروار بگم، میگه همسایه‌ها دفاع نکردن، اومدن نمیدونن بهایی‌ها رو گرفتن، بعد یه بوکسور قوی داره میزنه، تو چرا باید بوکسور اومده ما رو داره میزنه؟ میگه بکش، و اگه کشتن تو هم بکش. ژینا چی شده؟ الان ژینا ناخونش شکسته، ژینا کشته شده. جامعه دو تا پا داره، یه تفکر یه عمل. تو این پای ما میخ فرو رفته، جمهوری اسلامی. این رو باید کند و سر پا ایستاد. من نمیدونم دخل جنگ زمستانی چه به مملکت ما داشت. بعد جالبه همه اینها میان بلا فاصله صحبت‌های یه به میخ یه به نعل، این صحبت‌ها، یعنی صحبت‌هایی که من دارم میبینم همه خاکستریه. جای اینکه از جوان‌ها از اون حرکتشون دفاع بشه، من یه چیزی دارم احساس می‌کنم که انگار یه جورایی داره بحث یه طرفی میره که انگار بگن که آقا بچه‌ها شما غلط کردین اومدین تو خیابون، خونمون رو گرفتن، ما هم داریم خونمون رو میگیریم. ستونهایی که میخواین عوض کنیم که مشتبه آخامنهی قراره باشه، این نظام چیش میخواد عوض بشه؟ وقتی که استاد دانشگاهش برگشته میگه که یک دختر هرزه، بعد این جوونها بودن که، اجازه بدیم من صحبتم تموم شد، این جوونها بودن نوجوونها بودن که دید دنیا رو برگردوندن سمت ما. و اگر هم ما میبینید که به قول معروف گفتنی جلوی خانم ایکس و جلوی آقای ایکس رو میگیرن، به این میگن حافظه تاریخی ما ایرانی ها زنده شده. وقتی اون خانم اون بلا رو سر مردم ایران در آورد و اومده اینجا و میخواد اشتباه قبلیش رو که سر نوزادای ایرانی آورد رو بشوره، یا اون آقایی که تجاوز کرد و برگشت گفت که 6 دقیقه نفس کشیدن من با 6 ساعت شما و 6 ماه شما هست، برای همین از گوشش گرفتن و انداختن از اعتراضات بیرون. بعد شما میگید که اسلحه نیاوردن، دروغ از این بزرگتر وجود داره؟ توی خود یوتیوب همین الان سرچ کنید، آخونده نشسته میگه ما رفتیم از فلسطین و چیز یه کادلاک رو کلن کفشو کندیم و اسلحه پر کردیم. بعد شما میگه اسلحه رو رفتن از پاسگاه و دادگاه و نمیدونم از کجا آوردن. از این دروغ بزرگتر وجود داره دوست من؟ خود شخص داره میگه، جلوی دوربین نشسته برگشته میگه ما ماشین رو کلن کفش رو کندیم، اسلحه پر کردیم، آوردیم توی ایران پخش کردیم بین مردم. بعد شما میگید که اینا رفتن از پاسگاه ها گرفتن. من اصلا نمیتونم اینو درک کنم. بعد یکی همین که الان ما 5000 تا ایرانی توی تورنتو، فکر میکنید همشون مثلا چه میدونم سلطنت طلب یا فلان چیز بودن؟ همشون با هم متحد بودن؟ یا توی دوسلدورف که 6000 نفر اومده بودن، یا توی کلن که اومدن، یا توی برلین که بودن، شما فکر میکنید همشون مثلا برای کردستان بودن؟ تا کی میخوایم ما به این دروغامون ادامه بدیم؟ من دیگه این کلیپش تو خود چیز هست، من دیگه این دیگه نیاز به اصلا به لینک نداره. شما سرچ کنید خاطرات خودش از همون آخون دیگه میگه از ساختمون 6 طبقه من میپریدم پایین با آقای فلان و فلان، دادم به یه جوونم که اونم ورداره بیاره داخل چیز. خود همون جوونم میگن که برگشت گفت که چرا این کارو کردی، امکان داشت که من کشته بشم. ببین دوست من، میخوام میخوای از پات در بیاری، باید دردو تحمل کنی. من هم خانواده دارم، خانواده منم تحت در خطرم. قرار نیست که من برادر منو بکشم و من برگردم از ژینا دفاع کنم. ما تا آخرین نفس می جنگیم، براندازی هم می کنیم، و به نظر من دیگه ما از مبارزات مدنی گذشتیم. می کشید می کشیم. خونمون رو گرفتید، نابودمون کردید، آوارمون کردید. دیگه بس، دیگه از این حرفهای میخیه به نعل خسته شدیم. که جست روشن فکرانه بگید و به بقیه برگردید بگید شما اشتباه میکنید، باید وقتی زدن زیر گوشتون خام ژینا رو کشتن، شما باید سکوت کنید و برگردید بگید که صبر کنیم، صبر کنیم. لطفاً جنبندی بفرمایید. من بیش از اندازه عصبی هستم، چون این روزها همش تصدیق داریم میبینیم بچه‌هامون کشته میشن، هموطنانمون کشته میشن، مادرایی رو میبینیم که چشاشون پر اشک. چطور میتونید سر رو بالش بذارید با این صحبت ها؟ ممنون از شما. دوستان من صحبتم با شخص خاصی نیست، ولی خواهش میکنم اینجا همه جمع شدیم در کمال آرامش با هم تبادل نظر کنیم، صحبت کنیم. تمام این نگرانی های شما قابل درک واقعا، ولی بهتر یه کمی در واقع خونسردتر حداقل، چون به حال همه عصبانی و همه ناراحت هستیم. خانم انصاری نژاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم. بله، من اول سلام عرض میکنم خدمت جمع و دوستان. کوتاه صحبت میکنم، یه چند تا مسئله رو میخواستم بگم. اول اینکه من یه نقدی داشتم پیرو فرمایشات جناب آقای گلزار. آقای گلزار عزیز، شما عرض کردین که ما جنگ نداریم،
چرا باید با اسلحه بریم روبروی کسانی که دارن تیر میزنن به ما وایسی؟ من میخوام بدونم این اگر جنگ نیست پس چی هست؟ صلح، دوستیه؟ کسایی که میان تیر میزنن به بچه 16 ساله، بچه 10 ساله، با اینا باید چطور برخورد کرد؟ شما میگین که گل دادن به یه مأمور دولت مشکلی نداره. مشکل ما اینه که اکثر ماها صحبتهایی که میکنی بر اساس دانشیه که از مطالب نوشته شده و گفته شده توی کتاب هاست، ولی خب وقتی یه نفر بیاد با گوشت و پوست و استخونش درک کرده باشه، به نظرم اون شخص میتونه بهتر نظر بده. من خود من چندین بار دستگیر شدم. حالا این جمله شما رو که گفتیم که حالا گل دادن مشکلی نداره، چرا؟ چون اینا یه سری آدم های عادی هن، کارمند دولت هن که شب برمیگردن. من این افراد رو دیدم، با چشم خودم دیدم که بعد از اینکه برگشتن به مراکزی که اونجا فرماندهی میشن، اینا شروع کردن به صحبت کردن با هم و با یه هیجان خیلی خاصی، با احساس غرور و هم دیگه توضیح میدادن که من اینو زدم، من اینقدر زدم، اونقدر زدمش که داشت میمرد، من اون زنه رو گرفتم زدم. داشتن به هم فخر میفروختن که چطور مردم رو سرکوب میکنن. اینا آدم های عادی نیستن، اینا آدم هایی نیستن که بشه بهشون گل بدی، اینا من و شما نیستن. به نظر من ما باید با همون اسلحه بریم به جنگ، کسی که با اسلحه اومده به جنگ، اسلحه میخواد بکشه روی مردمش. و یه چیز دیگه هم که هست، ببینید توی انقلاب 57 پای گروه های سیاسی در میون بود، اینجوری که این گروه های سیاسی به عنوان مرجع پیام خودشون رو منتقل میکردن. ولی الان این حرکت به شکلیه که یعنی این خیزش مردم در غیاب احزاب فراگیر هست. معترضان تو ایران در قالب گروه های کوچیک و بزرگ نامیا، خودشون مردم خودشون دارن خودشون رو سازماندهی میکنن. این چیزیه که این حرکت رو از بقیه اعتراضات قبلی به نظر من خیلی متمایز کرده. یعنی من دارم میبینم که در قالب گروه های دانشجویی، صنفی، دانش آموزی، الان دانش آموزا با هم متحد شدن، میان برگ کتاباشون رو پاره میکنن عکس خمینی و خامنه ای. اون موقع کی جرأت داشت همچین کاری بکنه؟ بعدم اینکه آقای رای یه صحبت خیلی قشنگی کردن که من واقعا لذت بردم و اینو با همه وجودم قبول دارم. ایشون گفتن که بدون خواست قدرت‌های جهانی هیچ حکومتی برداشته نمیشه و سر کار نمیاد. این کاملا درسته و من فکر میکنم این حرکتی که الان صورت گرفته کاملا برخلاف میل قدرت‌های برتر جهانی مثل آمریکا و انگلیس هست. من سوالم این بود که به نظر شما آیا امکان داره این حرکت جواب بده؟ الان هیچ کس پشت مردم ایران نیست، فقط خود مردم ایران هستن که دارن خودشون رو سازماندهی میکنن، ایستادن جلوی گلوله. ببینید مثلا ما الان میریم اعتراض میکنیم تو شهرهای مختلف. خود من تو اعتراضات قبلی حالا شهر کل حضور داشتم، یه چیزی رو دیدم که واقعا برای من ترسناک و وحشتناک بود. همیشه خیلی ذوق داشتم که جمهوری اسلامی رو براندازم، ولی وقتی رفتم اونجا دیدم که احزاب گوناگون، حزب‌های مختلف، حزب کمونیست کارگر ایران، جدایی طلبان کرد و خیلی احزاب دیگه اونجا حضور داشتن و اینا حاضر نمی‌شدن شعارهای ضد جمهوری اسلامی رو بدن. چرا؟ چون تمام اینا نشستن که انقلاب رو از مردم بدزدن و یه نفر که حالا خارج نشینه و هیچ درکی از شرایط داخل ایران نداره بیاد انقلابیه که مردم ایران براش دارن کشته میدن، میشن جون میدن، این انقلاب رو از اونا بدزدن. مثل اتفاقی که سال 57 افتاد. لطفاً جمعه بفرمایید. بله بله. در ضمن خدمتتون عرض کنم آقای گلزار ظاهراً از اتاق بیرون رفتن، احتمالاً اینترنتشون مشکل داشته. اگر که سوالتون رو شخصاً از ایشون می‌خواید بپرسید، نگه دارید سوالتون لطفاً که تشریف آوردن. نه، عذرخواهی می‌کنم. سوال من از جناب آقای رای بود، فکر می‌کنم متوجه شدن.
ولی خب در جمع‌بندی حرفا میخوام بگم که چیزی که خیلی مهم هست، ما نباید اجازه بدیم هیچ حزبی از خارج از کشور این انقلاب رو از مردم بدزده، مثل خمینی که اومد این انقلاب رو از مردم دزدید، از دست مجاهدین خلق که الان رئیسشون بیانیه داده من حاضرم بیام بشم رهبر مردم، کسی که یه آدم مذهبی، یعنی دوباره همون آش و همون کاسه. ما میخواییم از دست اسلام نجات پیدا کنیم دوباره بیفتیم زیر دست یه سری افراد مذهبی به یه شکل دیگه. من تشکر میکنم. مرسی. بسیار عالی. ممنون از مشارکت. آقای منیری بفرمایید، در خدمت. مرسی. من اول از همه یه تأکید، یه احسنت بگم به خانم انصاری نژاد، فوق‌العاده گفتن. دقیقاً ما خیلی وقتا خودمونو جای طرف مقابل میذاریم، بعد میگیم خب چه برخوردی با ما بشه اوکیه، در حالی که اصلا اون طرف مقابل ما اصلا کامل توی یه وادی دیگه هست. اون چیزی که میگیم مثل برف آب بشه و اینا، من اصلا باهاش موافق نیستم به هیچ عنوان، چون اینها به نظر من بوی از انسانیت نبردن، وگرنه تا همین الانش پشت جمهوری اسلامی وای نمیستن. یه مسئله رو من اول سوالمو که از آقای رایی داشتم بپرسم، بعد یه مسئله هم راجب میخواستم آقای حمزه‌زاده بگم، عرض کنم. آقای رایی راجب تدبیر صحبت میکردن، راجب این که مبارزات بر اساس اونم یادم اومد. آقای حمزه‌زاده، اول من صحبتم آقای حمزه‌زاده میگن خیلی داریم احساسی عمل میکنیم. من میخوام اینو عرض بکنم، اگر قرار نبود احساسی عمل بشه هیچ وقت این خیزش به وجود نمیومد. این خیزش اصلش احساسی بوده. اگر قرار بود بشینیم توی اتاقا، امثال من دهه 60 مدت ها توی اتاقا نشستیم، حرف زدیم، برای خودمون چرت و پرت گفتیم. این احساسی بودن دهه 80 و 70 ها بود که باعث شد این خیزش صورت بگیره. اونها دیگه این شعر و ورا رو دیگه کلن کنار گذاشتن. الان سوال منم از آقای رایی دقیقا مربوط به همین موضوعه. آقای رایی میگه باید تدبیری اندیشیده بشه، باید با تدبیر جلو رفت. این تدبیر که شما یه جور میفرمایید، به یه نحوی دارید بیان میکنید، انگار داری یه مسیر اشتباهی رو میره. من دوست دارم بفرمایید اون مسیر اشتباه کجاست و این تدبیری که میفرمایید بر اساس این شواهد و قرائنی که وجود داره، داریم میبینیم چه اتفاقاتی داره میفته، بر اساس اینا واقعا چه تدبیری میشه اندیشید؟ من خودم به شخص هیچ مسیری و غیر از همین مسیری که در حال حاضر داره پیش میره رو چیزی به ذهنم نمیرسه. مرسی. ممنون آقای منیری. آقای پرویزی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. مایکتون بسته است آقای پرویزی. ممنونم. الان باز شد. ممنونم از شما. دوستان، من صحبت‌های شما رو شنیدم، ولی با خیلی از صحبت‌های دوستان مخالفم و تعجب می‌کنم. نمی‌دونم، حالا شاید برداشت من بد بوده، ولی این که ما بشیم اینجا با اینقدر تعصب کورکورانه صحبت کنیم، بگیم که آی بزنه می‌کشم، خب معذرت می‌خوام، فرق شما و اون شخصی که داره میکشه چیه؟ اون دیدگاهش اینه که بکشه، شما هم دیدگاه اینه که بکشی. در فردای آزادی اگر شما یک روزی به قدرت رسیدی، شما هم این توانایی کشتن رو داری، شما هم این انگیزه کشتن رو داری، شما هم این تفکر کشتن رو داری. آیا میتونی اون از خود دور کنی؟ چون الان شما داری شعار میدی که کاملا غلطه، یا داری تعصبی صحبت میکنی کاملا غلطه، و این شما رو باعث میکنه که نه که شما، این جنبش، این اعتراض، این انقلاب، هر چی که اسمشو میذارید، اینو به قهقرا میبره. من خواهش میکنم اگر که میخواید کمک کنید در جنگ، در هر جایی که، در میدان مبارزه، در هر چیزی که اسمشو میذارید، اون شخصی یا اون گروهی برنده است که تلفات کمتری بده، اون شخص و اون گروهی که بتونه از
فن و تکنیک های بهتر استفاده کنه، نه اینکه ما بکشم میکشم، این بزنه من میزنم، من فلان کار میکنم. خب اگه تفکر اینه، من ببخشید اینجوری میگم، بازم معذرت میخوام با تمام احترامی که برای همه قائلم، ولی اگه تفکر اینه که اینا برن و یک جایگزینی بیاد که با این تفکرات باشه، من همین رو باشه چه فرقی میکنه؟ بذار همین باشه، حداقل اینقدر کشته ندیم اینجوری، چون بازم میخواد یک گروه دیگه کشته بشه. این غلطه، این که بیایم با تعصب و خیلی هم قوی و محکم بیایم هم بی احترامی کنیم، هم بیایم از یه طرف بیایم بگیم که بکشی میکشم. خب معذرت میخوام، پس چرا داری سر و صدا میکنی؟ چون تفکرات تو و تفکرات اون شخصی که داره میکشه یکیه. اگه دوستان دارن میگن خشونت کمتر یا بدون خشونت، دلیلش اینه که حداقلش اینه که بنده موافقم. من از روز اولی که این اتفاقات افتاد با این خشونت ها مخالف بودم. چرا مخالف بودم؟ چون ثمرش این میشد که اینقدر ما کشته بدیم، چون دست یک دیکتاتور، دست یک ظالم و دست کسی که داره کشتار میکنه رو باز میذاره که شما هر جور دلت میخواد با شما رفتار کنه. پس بیایم دیدگاهمون رو عوض کنیم. من اگر که واقعا در این جمع اینقدر دیدگاه نمیدونم دیکتاتوری وجود داره، من واقعا متاسفم، یعنی نمیدونم چی باید بگیم. اینکه دیگه این گفتمان واقعا جنگ گفتمان نیست. بعد بیایم راحت هر شخصی رو که داره اظهار نظر میکنه بیایم تو دروغ میگی، تو فلانی، تو اینی، چرا اینجوری داره چیزی میکنید، این غلطه، این واقعا غلطه. هم احترام رو نگه داریم. اگر در فردای آزادی شما میخواید در جامعه زندگی کنی، باید فضای گفتمان آزاد و گفتمان با احترام رو آموزش بدی، باید یاد بگیری اینو. اگه نمیتونی هیچ وقت گردن کشی نکنیم، هیچ وقت ادعای انقلاب نکنیم، چون واقعا تواناییشو نداریم، یعنی صلاحیتشو نداریم با این تفکرات. ممنونم، ببخشید اگر من زیاد صحبت کردم. سپاس جناب آقای پرویزی. جناب آقای رایی شما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، خیلی ممنون، صحبت‌های دوستان رو گوش کردم. خیلی ممنون که در اندیشیدن به همدیگه کمک می‌کنیم و گفتگو می‌کنیم. مثال فلان رو من به این علت آوردم که ملتی بدون اسلحه با تدبیر تونست در مقابل یک قدرت وایسه. جنگ رو انسان میکنه و انسان با تدبیر خود، حتی از بهترین اسلحه رو داشته باشه میجنگه. اگر تدبیر درست نداشته باشه از اون اسلحه ها نمیتونه استفاده بکنه. در جنگ زمستانی فلاندی ها اسلحه های روسیا راه های پیدا میکردن که حالا که اسلحه ندارن اسلحه ها رو از روسیه بگیرن، با استفاده از طبیعت، سرما و پستی و بلندی ها و شناسایی زمین توانستن اتحاد جماهیر شوروی اون موقع رو در فلان زمین گیر کنن. پس بنابراین یا مثالی که زدم از یه بوکسور قوی هیکل که نباید وارد داخل رینگ جنگ با او شد، بلکه کار رو باید کشید به جنگ های حاشیه‌ای، به قضاوت و مبارزه عادلانه. همینه، اگر ملتی بخواد در تقابل، ما هم تجربه کردیم این تقابل رو در دهه 60، سازمان مجاهدین با رژیم هم تقابل داشت، این میزد پاسدار میکشت، اون میزد چیز. از کی؟ از مهر ماه 1360 اعلام مبارزه مسلحانه کرد. قبل از اون این رژیم بود که متهاجم بود و بیش از 1500 عملیات چماغداری و خشونت اینا رو علیه همین مجاهدین و نیروها انجام میداد. مجاهدین حالا خارج کشور اومدن نظرهای دیگه دادن، ولی تاریخ رو که نگاه کنین، اسنادی که نگاه کنید میبینید برای اولین بار سازمان مجاهدین مهر ماه 1360 اعلام جهاد مسلحانه کرد علیه رژیمی که او رو وادار به این کار کرد. پس بنابراین میتوان وارد جنگی شد ولی باخت. همین الان شما در اوکراین رو ببینید، معلوم نیست این اوکراینی‌ها این جنگ رو ببرن،
به این علت که شما همواره در جنگ گفتگو و همواره مذاکرات دیپلماتیک رو باید ارجح بدانید و از قراردادهایی که در وجود داره لازم استفاده بکنید و بدانید که در این جنگ مقصر تقصیر تقسیم میشه بین نیروهای مختلف. همینطور در جنگ با این رژیم لازمه که تدبیر رو بخرج بدیم. دارم جواب آقای مقصودی رو میدم. آقای مقصودی هم دیگه اسمشون بله منیری، آقای منیری. لازمه استراتژی دفاع و پایین آوردن میل جنگ در رژیم رو انتخاب کنیم، چرا که در طول تاریخ ما سه نوع در ایران تغییر داشتیم، یا کشت و کشتار در داخل دربارها بوده، یا طایفه ها به جون هم افتادن کشتن، و یا جنبش همگانی داشتیم. جنبش همگانی جنبش مردم به اضافه قسمتی از رژیمه. پس بنابراین، اما در رابطه با صحبت های خانم انصاری نژاد ببینید دقیقا من اینو میگم، قدرت های جهانه وقتی که در مدار بسته خشونت بیفتیم تقابل میفتیم از نوکر خودشون دفاع میکنن که رژیم هست. از جنگ جهانی دوم تا حالا امریکا در خاورمیانه دموکراسی رو انتخاب نکرده. این رژیم های پخمه، این رژیم های مستبد به نفع اونا، برای که اینا رو بر اینا سوار میشه، پشت پرده مذاکره میکنه، جلو فش میدن و فش میستونن، یعنی مدار بسته خشونت ایجاد میکنن. در زمان قدیم پادشاه ایران به خاقان چین پیام میفرسته اگر من و تو با هم نجنگیم هم تو میفتی هم من، پس مدار بسته خشونت رو عملی ایجاد میکنن. لازمه که ما بدانیم که در یک جنبش هم مردم شریکن، هم دولت شریکه، هم رژیم شریکه و هم قدرت‌های جهانی. به میزانی که ما حقوقی عمل میکنیم، به میزانی که ما خشونت زدایی میکنیم و در تقابل نمیفتیم، تأثیر خودمون رو بالا میبریم و امکان پیروزی خودمون رو زیاد میکنیم. سال 57 این اتفاق افتاد. میخواستن اسلام درباری سلطنت پهلوی رو شبیه سلطنت دربار ملک حسن در مراکش بکنن، یعنی اسلام امریکایی میخواستن در ایران درست کنن. ما توانستیم از همین اسلام بیانی رو ابراز بکنیم که درش دموکراسی بود، نمیدونم آزادی بود، استقلال بود و همین نیکش رو برای شما فرستادن، خواسته های انقلاب بود و ما تونستیم پیروز بشیم، برای که تونستیم بر روی حقوق عمل بکنیم، برای که حالا اون موقع ناقص ولی روز به روز بهتر. پس بنابراین توجه داشته باشیم که ما میتوانیم پیروز بشیم، اما هر کاری بکنیم پیروز نمیشیم. ما میتوانیم بگوییم توانا هستیم به عنوان یک انسان که راه حل پیدا میکنه، اندازه پیدا میکنه، حساب میکنه، میبینه توطئه ها رو، میدانه که کجاها این جنبش ضعف داره. در این جنبش فعلی شعار استقلال که نمیدن یک ضعف بزرگه. چرا؟ در تو ما رو چهارراه جهان هستیم و در این رو چهارراه جهان نمیاد کسی به ما کمک بکنه بدون منفعت، اون هم در جایی که از جنگ جهانی اول منطقه تقسیم شده. ایران جزء قسمت امریکاست، ترکیه جزء قسمت امریکاست، عراق جزء قسمت اون اتحاد جماهیر روسیه سابق و بعدش هم اتحاد جماهیر شد. بنابراین در این تقسیم مدیا برای خودشون سهم قائلن و لازمه توجه بکنیم در اینجا که ما در یک رابطه‌ای قرار داریم که خود اگر قوی نباشیم حتما ما رو نشون میکنن. ما کجا قوی هستیم و کجا مورد احترام قرار میگیریم؟ اون جایی که در صلح عمل میکنیم، اون جایی که بر روی حقوق عمل میکنیم و اون جایی که میگیم ما خشونت ایجاد نمیکنیم. ما در وضعیت دفاعی هستیم و اگر هم لازم باشه از خودمون دفاع کنیم بلدیم از خودمون دفاع کنیم. این موضع در واقع جذابیت انسانی جای اون اقتدار قدرتمداران رو میگیره، یعنی به جای اقتدار که زور و زوردهی هست ما جذابیت رو میذاریم. ما انسان هستیم، ما حقوق داریم، ما دفاع میکنیم و ما از وطن خود حتی یک وجب از وطن خود نمیگذاریم. میتوانیم، اما ما حساب آمران رژیم رو، دستور دهنده های رژیم رو از بدنه رژیم جدا میکنیم. بدنه رژیم رو حتی اگر خیانت هم بکنن گمراه میدانیمشون، باشون وارد گفتگو باقی میمونیم، در گفتگو رو نمیبندیم، در مذاکره رو نمیبندیم و در این حال
حواسمون جمعه که افکار عمومی دنیا پشت سر ما باشه. مثال بزنم، در جنگ لبنان با حزب الله که پیش آمد، مرتب به حزب الله گفته شد آقا اسرائیل که شهرهای تو رو میزنه، تو شهرهای اسرائیل رو نزن. افکار عمومی دنیا از تو حمایت کامل نخواهد کرد، نزنی حمایت خواهد کرد، گوش نکرد. بعد آمد این همین آقای نصرالله چیکار کرد؟ معذرت خواهی کرد از مردم که ما فکر نمی کردیم که اینقدر خسارت به لبنان وارد بیاد. پس میبینید که بی حساب عمل کردن میتوانه کار دست ما بده. ما میتوانیم موفق بشیم، اما موفق شدن ذکاوت میخواد، استراتژی درست میخواد، بر حقوق مرتب ایستادن میخواد، درک سیستمی میخواد، درکی که در اون استعداد انسان، امکانات انسان، استراتژی ها، تاکتیک های مناسب با زمان های مختلف و فرصت مناسب لازم داره. و بنابراین تجربه رو ما داریم، احتیاج نیست تجربه رو تکرار کنیم. درگیری های متقابلانه با این رژیم در دهه 60 داشتیم، موفق نشدیم. ما لازمه که با رژیم رابطه رو ایجاد بکنیم که در آن بدانند که می توانیم گذشت بکنیم، اما پخمه هم نیستیم، می توانیم از خود دفاع کنیم. می توانیم موقعی که از خود دفاع کنیم تشخیص بدیم کجا اسلحه رو بزنیم، کجا خودت رو بزنیم، و کجا موقعی که می توانیم همکاری بگیریم عمل نکنیم و انواع اقسام تدابیر دیگه. مرسی، خیلی ممنون. اگر اجازه بدید سرکار خانم، من یه چند تا پاسخ بدم و نمیدونم جلسه صفش تا کیه، چون که بعضی از حرفا و گفتگوها تکرار میشه، بهتر ما تبادل نظر بکنیم. البته میتونیم، منم میتونم علیه بشینم، باور کنید 40 سال 45 سال براتون توضیح بدم که چه درد دلایی دارم، چقدر جنایت کرده این نظام، چقدر فساد کرده، چه دل خونی من از این نظام دارم که یه ایرانی آباد و آزاد میخواستیم، یه مردم سربلندی رو این به این روز بد نشونده، و تحلیل کنم چه شکلی میخوان دنیای آینده رو بسازیم. اما خب درد دل یه چیز، موضوع یه جنبش و یه حرکت هم یه چیز دیگه. من متاسفانه در بین صحبتها افتادم از اتاق بیرون و تا اومدم برگردم، نمیدونم چرا بعضی وقتا من دو اتاق زوم میفتم بیرون. صحبت های خانم انصاری نجات رو متاسفانه خیلی کوتاه، شاید همون اولی که شروع کردم و گفتن که خود ایشون چند بار گرفتار شدن رو، بعد از اون من افتادم اتاق بیرون. متاسفم که صحبت های شما رو نشنیدم. امید که در یه جلسه دیگه امکان این داشته باشه که نظرات شما رو هم بشنوم. خدمتتون عرض کنم که جنگ تعریف خودشو داره، شورش مثلا سرکوب تعریف خودشو داره، مقابله مردم برای احقاق حقوق، برای به دست آوردن آزادی ها روش های خاص خودشو داره، و اینکه چگونه بعد از اینکه یک جنبشی، یک انقلابی پیروز شد چه بکنیم، اونم روش های خودشو داره. پس بنابراین اینجا راجع به روش ها حرف میزنیم. اینم نیست که ما نشستیم همه چیز رو میفهمیم. در بستر اجتماعی ایران اونایی که دارن با هم حرف میزنن از جوان و غیر جوان، یعنی از سنهای بالا هستن که میشینن درد دلاشون رو میکنن با جوونا. جوونا نمیرن توی اتاق دیگه، که الان فعلا هر روز همه جا بحث و گفتگو، هر جا بشینید بحث. اونا میگن چیکار کنیم چیکار نمیکنیم. یه روشی رو فعلا تا امروز پیش آوردن، تا امروز اون روشی که تا امروز پیش آوردن و پیش اومده باعث شده که از صدر اعظم آلمان گرفته، وزیر امور خارجه آلمان گرفته، هلند گرفته، نمیدونم نمایندگان مجلس گرفته، احزاب و جمعیت ها. امروز در شهر هامبورگ یک اعتراضات بسیار بزرگی رو اکثر آلمانی ها اومدن مدیریت کردن و اونجا حرف میزنن به دفاع از جامعه زنان و کل جامعه ایران. اینکه جامعه رو محدود نمی‌کنیم، بگیم زنان، تا زن آزاد و مستقل نشه، کرامتمند نشه، دموکراسی غیر ممکنه در یک کشوری به وجود بیاد. اینم به حرف نیست، به عمله. حالا تو اون جامعه ایران این نسل جوان اومده تو این خط،
نسل گذشته هم داره ازش پشتیبانی میکنه، نگفته نرو، پشتیبانی میکنه، اما کمتر اومده در صحنه. همه انقلاب ها اینطوره. آرام آرام انقلاب ایران هم میگن یک سال چهار ماه، شیش ماه آخرش خیلی اوج گرفته، سه ماه چهار ماه آخرش که حکومت نظامی بوده، همه شهرها رو بسته بودن، کسی نمیتونه از خونش بیاد بیرون، ساعت هشت شب هر کی تو خونش بود، خیابون ها و کوچه ها و اینا رو مردم در حقیقت کنترل میکردن که چه اتفاقی میفته، که دزدی نشه، فساد نشه، هر چیزی. پس بنابراین ما الان روز 17 18 هم هستیم، در یک جنبش هستیم که این جنبش سمت و سوش خیلی خوبه. امید بزرگ ما و پشتیبانی بزرگ ما اینه که از این جنبش به هر طریقی هست پشتیبانی کنیم که نخوابه، وگرنه دو مرده دو سال سه سال طول میکشه تا یه وجدانی همگانی بشه، از خودش مثل آتش فشان نشون بده که من دو مرده مخالف وضع موجود هستم. و تا اون موقع معلوم نیست که این استبداد، استبدادی که واقعا شرف نداره ها، این استبداد مجموعه های سرکوب دیگر را هم تربیت نکنه. آقای حمزه زاده میگن که صحبتی که شما کردید که از بیرون مدیریت میکنن، نمیخوام بگم شما این حرفای آقای خامنه‌ای میزنید، آقای خامنه‌ای هم همین حرفا رو امروز اومده گفته، کار اسرائیل هست و عربستان سعودی هست و آمریکا هست و همه مقصرن و این مردم ایران هیچی نمیفهمیدن، عکس العمل شدن. نه، واقعیتش این نیست. واقعیتش اینه که مردم تا به این همه خشونت دیگه و این همه تبعیض رو دیگه نمیتونن داشته باشن، اومدن اعتراض میکنن. حالا یک نفر مهسای امینی هست، اون 131 نفر دیگه، 130 نفر دیگه که تا به حال لیست کردن، اونها چی؟ اونها رو چرا اینقدر به ناحق کشتی؟ میگه یه خانم مریض شده رفته مرده، ایتاد بر من؟ به همین سادگی؟ و چرا صدای مردم رو شما نمیشنوید؟ چون نمیخواد بشنوید، چون تمام اساستون استبداد. نه، مسئله از خارج نیست که تبلیغ کنن، تشویق کنن. معلومه که منی که در خارج هستم و تمام عمر از جوانی تا به حال میکوشم که در ایران استقلال و آزادی برقرار بشه، حقوق مداری برقرار بشه، سعی میکنم بکوشم که این جامعه متحول بشه. حالا شاید رادیو اسرائیل هم یه چیزایی بگه، خب بگه، مگه مردم نشستن که به حرف اینا اون عمل کنن؟ مثلا جامعه جوان ایران امروز میره رادیوها رو گوش میده ببینه کی بهش چی میگه، ایران اینترنشنال بهش میگه این ور برو یا اون ور برو؟ نه، خودش ابداع میکنه، خودش ابتکار میکنه، خودش شعار میسازه. شعارهایی که دیروز گفتن، امروز این شعارهایی که خدمتون عرض کردم، 4 تا 5 تا دیگه هم شعار از اینا رو امروز اومدن گفتن بر ضد کارهایی که دیروز این رضا هم انجام داده. و دفاع کردن دانشجوان، از دانشجوان دانشگاه شریف و برخوردی که باشون شده. خب اینا یه نوآوری است که ما نداشتیم تو 40 سال گذشته به این شکل. یه تحول عظیمه تو جامعه دانشجویی، جامعه جوان ایران فوق‌العاده است و جامعه جهانی اینو می‌بینه که پشتیبانی می‌کنه. اگه نه این جامعه هم یه کارهایی می‌کرد عین اون نظام، باور کنید هیچ وقت. شما بذارید من براتون یه چیز بگم، حالا میگید نه مثالا رو خوشتون نمیاد، ولی اینا واقعیت‌های تاریخیه، امرهایی است که اتفاق افتاده. ما انقلاب کردیم، عین امروز جنبش مردم، جامعه جهانی از ما پشتیبان بود. چند ماه بعد حمله کردن به سفارت آمریکا، این جامعه جهانی گفت این کار دیگه چی بود؟ چرا اینا خشونت طلبی میکنن؟ آقای خمینی حرفی که زد گفت که این انقلاب، یعنی حمله به سفارت، بزرگتر از انقلاب مردم بود. جامعه جهانی روش از ما برگردوند. آقای خمینی هم بعد دست به جنایت زد و زد و زد، دیگه کسی نبود که از ما حمایت کنه. مهمه که جامعه جهانی از ما حمایت کنه. خدمتتون عرض کنم که صحبت‌های آقای سعادتی رو واقعیتش من نمیدونم روی سخنشون با کی بود، ولی درد دلای کردن که خب خیلی ممنون. آقای منیری میگن که من کتاب مثل برف آب خواهد شد و قبول ندارم. خب قبول نداشته باشید، یه کتابه به استناد نواری که پیاده شده و اونم از یک تجربه تاریخی است که بسیار مهمه این تجربه ها رو ما درس بگیریم ازشون، چون که خیال نکنید استبدادها با هم دیگه تغییر شکل میدن.
استبداداش شکل ظاهرشون فرق میکنه، باطنن یه نوع عمل میکنن. خشونت رو چه شکلی در چه لباسی استفاده کنن و باید ازش درس گرفت. حالا یه چیزی که هست، این جنبشی که مردم دارن میکنن از زن و مرد تا به امروز، واقعیتش این نیست که در این جمع هایی که هستن بشینن راجع به تیر و تفنگ و چگونه حمله کنیم با هم حرف بزنیم. یک کسی برای من باش تماس داشتم، میگفت که جوونا رفتن یه سری که خودش جزو اونا میدونست، ترقه هایی درست کردیم که وقتی این ترقه ها رو میزدیم جلوی پلیس، غیر از اینکه صدای خیلی بزرگی تولید میکرد، یه مقدار آتیش هم تولید میکرد، یعنی جرقه هایی میزد، پلیس ها میترسیدن و خیلی خوب بود. روزهای اول خیلی خوب بود. گفتم دیگه برای چی نساختیم؟ چی تو گفتم چی شد دیگه؟ گفت دیگه نمیسازم. برای چی؟ گفت برای اینکه دیگه پلیس ها فهمیدن ترقه است. گفت بعد رفتن کوکتل مولوتوف درست کردن. کوکتل مولوتوف هم یه عده موافقن، یه عده شدید مخالفن. میگن ما یه کوکتل مولوتوف میزنیم، اونا 40 تا تیر ساچمه‌ای میزنن، همه ما رو سوراخ سوراخ میکنن، از فردا دیگه کسی نمیاد تو جنبش. مردم وحشت میکنن. اینم نظر یک دانشجویی است که از یک شهر خودش در جنبش فعاله، گزارش جمع خودشونو میاره. من چندین گزارشی که داشتم و در اختیار شما عزیزان قرار دادم. با این حال تو اون جنبش کسی نیامده از بالا، به قول عزیزانی که میگن رهبری نداره و من هم عقیده هستم، یه جنبش جمعیه که بگه چیکار کنه چیکار نکنه. اون جمع تا امروز به این نوع عمل کر رسیده و نتیجهش هم خیلی خوب بوده. حالا شاید هم فردا دست به اسلحه ببره، یه عده بیان بهشون یه اسلحه بدن یا خودشون تهیه کنن یا شکلهایی از اسلحه و بعدش یه تأثیرات دیگه اجتماعی پیدا کنه، که به نظر من جنبش میشه ناکام و این رژیم مستمسک سرکوب پیدا میکنه. ببینید، برای جنگ های پارتیزانی نمیگن برید آدم های معمولی رو بکشید. جنگ های پارتیزانی میگن بذارید سرانشونه بزنید. چون این آدم هایی که سربازان اومدن کار میکنن که اینا کاری نیستن، که به مجردی که اون سر رو زدی دیگه اینا هیچ کارن. فعلا نکه حمله تمام فعالیت دانشجویی و غیر دانشجویی، جوانان، رهبریت نظام و قدرت مطلقه نظام در شعار. خوب فهمیدن به کجا باید حمله کنن. نمیگن قیمت پیاز و سیب زمینی بیا پایین. هیچ کس راجع به رئیسی دیگه حرف نمیزنه، راجع به نظام حرف میزنن و رهبری. این اوج اون حرکتی است که و یک استعداد خاصی که این جامعه از خودش نشون داده. آقای پرویزی، صحبتایی که کردن، من خیلی احترام براتون قائل هستم و خیلی خوشحال شدم که این نظراتو دادید. بله، ما یه جمعی هستیم که دفاع از حقوق میکنیم. حالا اگر دفاع از نوع دیگری میکردیم از عملکردها، خب جمعمون جمع مدافعین حقوق بشر نبود. مثلا بیاد یه خانواده‌ای به من بگه که ما دعوامونه بین هم دیگه، میگم خب چیکار میکنه همسرتون؟ میگه این کار. میگم تو هم برو عینش انجام بده. خب اینکه اگه اینم عین اون انجام بده که دیگه از اون خانواده چیزی نمیمونه که، عکسشه. شما به هر روانشناس و روانکاوی هم که مراجعه کنید، به شما روش های یاد میده که خشونت طرف مقابل رو در حقیقت از بین ببرید و بتونید محیط رو محیط دوستی کنید. لحاظ جامعه شناسی اجتماعی هم، روانشناسی جامعه اجتماعی هم همینه میگه. من که نیومدم توجیه بکنم عملکرد نظام رو. اگر این تو بود، خب این 43 سال خودم رو چیز نمی کردم که در خارج کشور هم در تهدید قرار بگیرم، هم چیز کشتن و هر چیز دیگه، و مرتب مقاله بنویسم و تحلیل کنم و دفاع از استقلال و آزادی وطن کنم. اینجا با شما جمع دوستانه که چه بکنی. و خوشحال شدم از صحبت آقای پرویزی، با شما خیلی هم نظر هستم. در هر صورت این یک جنبشی است که جامعه ها در سطح جهان، شما الان خارج زندگی میکنید، لطفاً به اطراف خودتون، به این کشورها نگاه کنه، چند تاشون برمیخیزن. مثلا این آلمانی ها 40 سال پیش، 35 سال پیش تظاهرات خیلی عظیمی میذاشتن برای اینکه بمب اتمی نسازیم، برای اینکه آمریکا راکتاشو در آلمان مستقر نکنه. اما میبینه جنبش اون شکلی انجام نمیده. حالا اینجا حکومت دموکراتیکه.
در کشورهای دیگه چه شکلیه؟ مصری ها تصور نمی کردن که یه موقع بیان تو خیابون، ولی دو هفته جنبششون باعث شد که مبارک که 40 میلیارد از این کشور دزدیده بود رو برکنار کنن. متاسفیم که چون نداشتن یه بدیلی، حکومت نظامی ها، یعنی نظامی ها اومدن حاکم شدن و دو مرتبه اونجا مستقر شد. متاسفیم که این اتفاق افتاد، ولی بسیاری از کشورها شما درش جنبش نمیبینید. 5 کشور میگن در جهان که 3 کشورش امکانات فوق‌العاده تاریخی داره از لحاظ جامعه شناسی، امکان تحول رو میتواند برای جهان ممکن کنه. یکیش ایرانه، یکیش هندوستانه، یکیش چین. و میگن بین این 3 کشور ایران امکان بیشتری رو داره، چون نسبت جامعه جوانش خیلی بالاست، در عرض 100 سال گذشته 3 دفعه انقلاب کرده، 3 تحول بزرگ اجتماعی رو در جهان به وجود آورده، حداقل ملی شدن نفت و انقلاب 57، تأثیرات جهانیش فوق العاده بزرگ بوده و این جامعه از یک فرهنگی برخورداره که میتواند در جنبش های عمومی که به وجود میاره زمینه ساز تحول جهانی باشه. من وقتی صحبت های آقای ژیژک رو خوندم به همین فکر افتادم که اون جامعه شناس هم درست میگفته. یه تحول عظیمی شده در جامعه ما، مردم برخواستن با این احساس و این رو باید از این لحظه تاریخی ما خوب استفاده کنیم، به نحو احسن دفاع کنیم از حقوق اطلاع رسانی. باور کنید از ساعت 7 صبح تا 12 شب من مرتب مشغولم به ارتباط در ایران، در نوشتن مطلب، در هر نوع کار دیگه، چون یه دفعه این موقعیت ها پیدا میشه، نه روزهای دیگه 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت برای خودم برای این امور وقت میذارم. این وقت بسیار مهمی است. کار اونها تنها نیست در وطن، کار ما هم هست. جمع شما در اطلاعیه نویسی، در انتقال این اطلاعیه ها، اطلاع رسانی به جامعه ایران، دفاع از حقوق اونها که تمام فیلم و عکس و اسلاید و جمله و هر چی شعار میدن این رو در سطح جهانی پخش کنیم. این وظیفه ماست اینجا که اونها این امکان رو ندارن، تا بشکنیم این وضعیت سختی که در ایران به وجود اومده تا بتونیم یک تحول در ایران ممکن کنیم. من تا 1 ربع دیگه در خدمت شما عزیزان هستم، سوالی باشه نظرات شما رو بشنوم و بعد از اون متاسفانه باید در جای دیگه باشم و اتاق شما رو ترک میکنم، چون اصلا شروع کردیم الان بیش از تقریبا دو ساعت و نیم هست که بله بله درست میفرمایید. بله خب آقای سعادتی بفرمایید، مایک در اختیار شما. صدای من هست؟ بله بله لطفا چون زمان زیاد نداریم تمه دوستان. بله خیلی کوتاه میخوام صحبت کنم. مرسی. خیلی کوتاه میخوام صحبت کنم که قتل پویا، ندا و بچه های دیگه که عجب اینجا درد و دل حساب میشه، خیلی جالبه. من میخوام در مورد حقوق بشر هم صحبت کنم، ولی قتل این دوستان درد و دل حساب میشه. انگار مثلا من در مورد نخریدن دوچرخه بابام برای من داشتم صحبت میکردم، انگار مثلا من در مورد حقوقی که بهم ندادن یا مشکل مهاجرتی که اینجا دارم داشتم در مورد این حرف میزدم. انگار اینجا عجیبه که قتل این بزرگواران و عزیزان ایرانی درد و دل حساب شد اینجا. ممنونم، واقعا واسه من خیلی عجیب بود. خب بانو شاهسوارنی عزیز شما رو میشنویم، بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و خسته نباشید. صحبت شد از خشونت، از آرامش، اینکه تمام اعتراضات در آرامش انجام بشه. اینو نه تنها ما بلکه بچه های توی ایران هم میدونن که خشونت نباید باشه، باید در آرامش همه اعتراضات صورت بگیره. ولی مهم اینجاست که طرف مقابل ما آرامش حالیش نیست. بله. دادخواهی که مردم اصفهان فقط برای نداشتن آب انجام دادن، آیا اعتراضشون باید اونجوری برخورد باهاش میشد؟ آیا برای اینکه نون ندارن بخورن اصلا هر خواسته و دادخواهی داشته باشن اینا میگن که از طرف حکومت‌های خارج دارن یه سری اعتراضاتی میکنن که اصلا نمیخوان گوش بدن؟
مهم اینجاست. والا ملت ایران که مشکلی ندارن، نمیخوان گوش بدن و 43 ساله که نخواستن گوش بدن به خواسته های ملت. با یه همچین دولت و حکومتی نمیشه به نظر من. تا که الان مردم انقدر ناامیدن که شما اخبارش رو دائم میشنوید، خودکشی میکنن، بچه ها دارن خودشون رو میکشن. تا که آخه باید انقدر زیر بار ظلم اینا تحمل کنن؟ واقعا ملت ایران در رنج و عذابن دیگه، کاسه های صبر لبریز شده، نمیتونن از این بیشتر تحمل کنن. من به نظرم خیلی خوب بود که توی این مالا صحبت های جمعی راهکارهایی داده بشه برای کمک به ملت ایران در این وضعیت کنونی. سپاسگزارم. کاملا درست. ممنون خواهر شاهزاده. در واقع قرار بود همین کارم انجام بدیم، ولی این مبحث انقدر ادامه دار بود که تا الان طول کشید. آقای پورمند بفرمایید. خواهش می‌کنم. ممنون که باز وقت در اختیار من گذاشتید. چند تا دونه نکته بود. یکی در مورد آقای سعادتی، یه چیزی توی چت نوشتن من خوندمش، در مورد خانم بیرجندی که بحث کردن راجع به احساسات و این با چهار تا کلام صحبت یا با اون چند دقیقه که شما دارید همدیگر رو میشناسین، شما نمیتونید راجع به یک فرد قضاوت کنید که ببینید این فرد آیا احساسات دارد یا ندارد. شما میتونید کاملا با نظر یه نفر که مخالف باشید، این اوکیه، ولی از اینی که شما بخواید وارد حریمی بشی که اون شخصیتشو و اون اولیه حقوق اولیهش رو نقض کنیم که میشه اون شخصیتش دیگه جز حقوق اولیهش، این من باش مشکل دارم. یه نکته راجع به آقای شفایی برای من نوشته بودن توی چت، گفتن که هیچ کس بالاتر نی، هیچ کس پایین‌تر نی، همه برابرن. بر منکرش لعنت. من اگر راجع به خانم شیرین عبادی گفتم به آقای گلزار، دلیلش این بود که هر کسی یه رتبه به هر حال جامعه‌ای داره که از لحاظ علمی هستش، علاوه علمی علاوه سطح دانشی شاید از من بالاتره، قطعا از شما هم بالاتر بود که به جایزه نوبل دادن. و این چیزی بود که من بهش استناد کردم و صحبتشون ارائه داد. یه نکته دیگه هم بود راجع به آقای پرویزی. آقای پرویزی، آقا من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی 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 به شما نقد وارده. شما میای اینجا با صدای رسما میگی من حقوق بشر دفاع میکنم، ال میکنم، بد میکنم. آفرین، دمت گرم، چقدر آدم خوبی هم هستی. چرا به یه نفر میای راحت انگشتتو میگیری سمتش و میگی شماها دیکتاتورین، هر کی اینو میگه دیکتاتوره؟ مگه میشه شما بیای نقض کنی یه نفر بهش میگی دیکتاتوره؟ داره نظرشو میده. اگر که به شخصیت کسی توهین کرده، چیزی گفته، باید بهش توضیح بدی. برای اینکه شما میاد بگید اینجا همه اومدن دارن دیکتاتوری حرف میزنن، الان شد همون دیکتاتور، این من باهاش مشکل دارم. آقای پرویزی لطفا در موردی هم توضیح بدید. ممنون. سپاس جناب پورمن. آقای حمزه‌زاده شما رو میشنویم، بفرمایید. بود مجدد جناب گلزار، شما متاسفانه رفتین روی موضوعی که اصلا هیچ فکر میکنم ربطی نداشت. من یه موضوع یه دونه مطلبی رو براتون توی اینستاگرام فرستادم، اگر بتونید اونو نگاه کنید، چون منو فالو نرید مطمئنا نمی‌بینید. من ازتون خواهش میکنم اول اونو ببینید. و حرف من این بود که اگر شما دیدین انقلاب 57 و فرانسه و انگلیس دوورد برای ما، خب خیلی عجیب نیست بخوایم به این موضوع هم شک کنیم که الان هم دستای پشت پرده است. و من حرفم این بود اگر 1% واقعا اینجوری باشه، با توجه به این آدمایی که ما تو مملکتمون داریم که همه احساسی هم و دوست دارن که، یعنی حواسشون به چیزای دیگه پرته، منظورم اینه، یعنی حواسشون به چیزای دیگه پرته و حواسشون نیست که چه اتفاقایی داره اون پشت میفته. میخواستم اینو فقط بهتون بگم که ما چقدر آماده این موضوع هستیم و میتونیم مقابلش دفاع کنیم. بی زحمت خواهش میکنم توی اینستاگرام هم براتون یه چیزی فرستادم، اگر بتونید نگاه کنیم من ممنون. حتما نگاه، حتما نگاه. متشکرم. ممنون. خیلی ممنون. آقای منیری بفرمایید شما. مرسی. من در ادامه صحبت آقای حمزه‌زاده، من می‌خواستم بهشون بفرمایم، ببخشید، عرض کنم که ایشون نگرانیشون برحقه، چون من هم خود من هم
یعنی نمیتونم بگم 100%، چون واقعا یک سری جاها یه سری همراهیایی از جامعه جهانی داریم میبینیم که تا به حال ندیدیم. حالا این همراهی ها به خاطر فشار مردم هست یا نیست و من نمیدونم، نمیتونم هم اعلام بکنم. و آقای حمزه‌زاده هم درست میگن، میگن واقعا یه سری تغییرات جهانی داریم میبینیم. اما میخوام اینو عرض بکنم خدمت آقای حمزه‌زاده، همونطوری که من اول کار گفتم باید حواسمون رو جمع بکنیم، مثل خمینی همه کار رو نسپاریم کلن دستش. در لحظه هر کس تا اونجایی که با حقوق ملت با اون آرمانها اومد جلو ما باهاشیم، اگر بخواد پاشو کج بذاره ما ازش جدا میشیم به هیچ عنوان. دقیقا بعد از انقلاب، حالا انقلاب 57 به نظر من از بی تجربگی مردم بود، اتفاقا بعد از انقلاب بهترین فرصت برای فرصت طلب هاست که بیان خودشونو در رؤوس قدرت قرار بدن و مصادرش. مردم ایران خوشبختانه دقیقا مثل شما خیلی ها اینجوری هستن، دقیقا این نگرانی رو دارن و کمتر احتمال این که این اجازه رو بدن وجود داره. و این موضوعی که شما میفرمایید دقیقا وظیفه ماست. من میگم که در حال حاضر با تمرکزمون رو بذاریم روی سرنگونی جمهوری اسلامی، اما من باز هم بحث احساسی رو میگم، باز هم میگم آره من احساسی عمل میکنم، اما بعد از سرنگونی، بعد از جمهوری اسلامی واقعا باید حواسمون رو جمع بکنیم. هر آن، همین الانش من اون توی جلسه دیگه اعلام کردم، همین الانش اون خرد جمعی باز یک ذکاوتی داره با اینکه احساسات پشتشه. ببخش من هم زیاد حرف زدم و سری میگم، بحث شعارها، بحث تجمعات، شما اگر دقت بکنید همین تجمعاتی که خارج از کشور اتفاق میفته خیلی کمتر اتفاق میفته که یک سمت و سوی یک حزب خاص، یک ایدئولوژی خاص بگیره. شاید پرچم، شاید از یک سمتی تدارک دیده باشه، اما مردم اجازه نمیدن، مردم اون جمعی که جمع شدن اجازه نمیدن یک سمت خاصی، چه میدونم کمونیست‌های کارگر بیان یا سلطنت طلبا بیان، همه در حال حاضر تحت لوای سرنگونی هست. اما بازم عرض میکنم حق با شماست، اما بذاریم بعد از چی، فقط باید حواسمون رو جمع بکنیم. مرسی. ممنون آقای منیری. جناب شفایی بفرمایید، در خدمت شما دوستان. سلام میکنم خدمتتون، خسته نباشید میگم. برای من خیلی جلسه جالبی بود، یعنی خودم خیلی لذت بردم، برای اینکه این جلسات حسنش در تضادی که وجود داره، یعنی در تضاد اندیشه یا اون تفکراتی که همخونی با هم ندارن یا یک کمی اختلاف دارن. این یکی از کارهای قشنگیه که خود کانون همیشه روش اصرار داره و این کارو ما تو بحث‌های آزادمون هم همیشه علاقمندیم دوستان مشارکت کنن انجام بدن. فقط یه نکته من خواستم یادآوری کنم دوستان، ما در بحث و گفتگو دلیلی نیست که ما حتما خواسته های خودمون رو تحمیل به دیگری کنیم یا خواسته های دیگری رو حتما باید بپذیریم، ابدا. در آرامش صحبت کنید، استدلال کنید، یه بار دو بارم حرفتون رو بزنید، کارتون انجام میشه. یعنی نیازی نیست که حتما من اثبات کنم که این حرف که من میزنم 100% درسته. این نه، این آرامش رو برای خودتون حفظ بکنید در جلسات. جلسات خیلی تمیزتر، خیلی بهتر و با آرامش جلو میره، نتیجه هم بهتر میشه گرفت. هم من از حرفی که میزنم و پافشاری میکنم در واقع به جای تعصب از تفکر استفاده میکنم. اینه که این پیشنهاد رو من میکنم و واقعا جلسه قشنگی بود. من خودم که خیلی کیف کردم، برای اینکه ده ها نظر مخالف دیدم، بحث های بالا پایین شنیدم و همه گفتگو کردن. این خیلی عالی بود، از نظر من بسیار جلسه خوبی بود. ولی اصلا از دیگری انتقاد نکنید، چرا آقای پرویزی اینو گفت، چرا آقای گلزار، چرا آقای سعادتی اینو گفت، چرا آقای پورمند اینو گفت. هر کی نظر خودش رو داده، حتما هم محترم هستش، برای همه هم میتونن گوش کنن و بعدها میشه در جلسات بعدی.
دوستان این جلساتی که داره برگزار میشه ما اصرار داریم که هر روز باشه و علتش هم اینه که وقتی ما هر روز داریم بحث میکنیم هر روز حرفای جدیدی میاریم میدون، هر روز دیدگاه های جدیدی رو میشنویم و میتونیم بیشتر فکر بکنیم، چون در اون روز هم یه سری اتفاقای جدید در جامعه افتاده. نتیجتاً تو این جلسات رو سعی کنید خودتون دوستانتون هم بیان و وارد بحث بشید و لذت ببرید از کاری که میکنید و طبیعتاً با این کارتون بخش عظیمی آگاهی منتقل میکنید و این اون چیزیه که داره اتفاق میفته و اینا همه در یوتیوب هست، پخش میشه، منتشر میشه در رادیو، بخشای مختلف و میتونه برای اون هدف اصلی ما که آگاهی رسانی و افشاگری است اثرگذار باشه. من خسته نباشید میگم تشکر آقای گلزار، تشکر آقای رایی، تشکر از تک تک دوستان. حالا من دیگه اسم بخوام ببرم باید از همتون تشکر کنم، ولی واقعا جلسه خوب بود. خیلی ممنون خانم بیژندی که خوب مدیریت کردید. من صحبتی ندارم، مرسی. ممنون جناب آقای شفایی، ممنون از نکات بسیار مهمی. دو دقیقه من یک تقاضایی از همه دوستان دارم. ما مدافعین حقوق بشر هستیم. در وطن ما هم یه اتفاقی افتاده که نمیدونیم هر چند سال یک دفعه میتونه اتفاق بیفته. خدمتتون عرض کردم بعضی از کشورها اصلا همچین تحولاتی درش نیست به این صورت. آرزو میکنن که بشه مثلا بگیم که مثلا در مصر از دوره ناصری تا مبارک ببینید چقدر طول کشیده تا اینکه یه جمعیتی تونسته بیاد در قاهره تظاهرات کنه. و کشورهای دیگه هم به همین ترتیب. حالا این موقعیتی که شده دو تا کار میشه کرد. یا میشه رفت تو اینستاگرام ما تلفنمو بگیریم هی کلیک کنیم منم موافقم. یه موقع هست نه، شما مجموعه شعارها رو جمع میکنید، تنظیم میکنید، میفرستید برای دوستانتون، میفرستید تو گروه های واتساپی، میرید تو گروه های مختلف به بحث و گفتگو میشینید، میتونید خودتون فیلم ها رو دانلود کنید، پیاده کنید، خودتون بازپخش کنید، میتونید زیرش کامنت بذارید، میذاره کنارش مثلا هشتگ بذاره، میتونه هر کار دیگه بکنه. یعنی یه موقعیته. این کارها خیلی بزرگ نیستن ولی مجموعهش میتونه تأثیر خیلی بزرگی بذاره. این جامعه وقتی که بلند میشه از لحاظ روحی یا پشتیبان حس میکنه ادامه میده، یا این پشتیبان رو حس نمیکنه سرد میشه. نکنه ما 3-4 هفته دیگه بگیم ای بابا کاش که اون موقع خیلی فعال بودیم، جامعه دو مرتبه رفت به آرامش، دو مرتبه همه رو سرکوب کردن. اگر جلوی سرکوب بیستیم این مقدار هزینه هایی که جامعه میده، خسارت هایی که بهش وارد میشه به حد اقل میرسه، یعنی تموم میشه قضیه. ما وارد فاز دیگری از زندگی شدیم که امیدواریم در اونجا دموکراسی رو بتونیم ممکن کنیم. اما در این استبداد دموکراسی غیر ممکنه و روزها رو به تماشا نگذرونیم. من خیلی خوشحالم جمع اینجا از زاویه‌های مختلف وضعیت رو می‌بینه. اما یه چیز رو بدونید، ترس لنگرت رشده. امکان نمیده انسان رشد کنه، امکان نمیده تحول کنه، امکان نمیده انسان تغییر کنه. ترس رو باید گذاشت کنار. یه جامعه جوانی برخواسته این همه هیجان و جور و احساس برای تحول، باید ازش پشتیبانی کرد. اگر هم به خطا رفت یه شعار اشتباه داد، گفت نه این شعار نده، این شعار درستش نیست. حالا میشنوه یا نمیشنوه حق ماست که این نظر رو بدیم. مثل همونا که در ایران یا در تهران یا اصفهان یا هر جای دیگه تو دانشگاه وقتی یه شعاری داده میشه میشنوه آدم، این شعار مثل که کسی جوابش نمیده، به دل همه نمیشینه. یه شعار رو دیگه میبینه همه با هم فریاد میزنن و دفاع میکنن. مثلا امروز از دانشجوهای شریعتی صنعتی منظورم در دیروز، این خیلی تحوله. پس ما هم میتونیم با اونا همراه بشیم، از این موقعیت طلایی که هست استفاده کنیم، تحول رو ممکن کنیم و بعد برای خودمون نقش قائل باشیم. این من شهروند حق حاکمیت دارم، حق ولایت بر این وطن دارم، حق دارم که نظر بدم، شرکت کنم، فعال باشم و این فعالیت رو بکنیم. فعالیت روزمره در تحول ایران نقش خودمون رو ایفا کنیم تا اینکه نگذاریم استبداد دیگری بر ما حاکم شه. اگر نقش بازی نکنیم، نقش به این عنوان که برای خودمون تغییر رو نخواهیم ممکن کنیم،
این استبداد میره و امکانی که یک استبداد دیگری رو برای ما بیارن هست. انقلاب ها رو مردم میکنن، پشتیبانی از قدرت های وابسته رو استبداد های خارجی میکنن، کشورهای خارجی. همیشه همینطوره، انقلاب رو ما کردیم، اما 25 سال بعد 30 سال بعد اومده بیرون آقای یزدی و آقای خامنه ای نامه نوشتن برای آمریکایی ها که آقای کارتر اگه ما بیایم تو ناراحت نباش، ما نمیذاریم منافع شما از بین بره. خب حالا میگن اون موقع زد و بند نشده، بالاخره اینو نوشتن بعد از تحول نوشتن، نه قبل از تحول. ولی بعدش هم هست که اینها رفتن رو پله های مرمرین در فرانسه با هم زد و بند کردن که ما اسلحه میخریم، ما کودتا میکنیم، شما پشتیبانی کنید. دیگه حرف وزیر امور خارجه انگلستان که یادمون نمیره که گفت که جنگ ایران و عراق رو ما شروع و ادامهش رو ممکن کردیم چون به نفع انگلستان و غرب بود. دیگه این جملهش که جمله ماندگاره که یه وزیر امور خارجه گفته. اونجا باید حواسمون رو جمع کنیم که دو مرتبه لطمه نخوریم. خیلی خوشحالم که با شما گفتگو کردم. اختلاف نظر حقه و اشتراک نظر هم همینطور. امیدوارم که در آینده هر چه زودتر در یک وطن آبادی داشته باشیم و امکان تحول رو در اون ممکن کنیم. خیلی ممنون. ممنون از شما جناب آقای گلزار، زحمت کشید، واقعا تشریف آوردید، بحث بسیار عالی بود و طبق معمول همیشه حمایت شما عزیزان داشتیم. من فقط آقای پرویزوز میخوام خیلی کوتاه، فقط چون دوستان هستن اینجا بگم، فردا هم دقیقا ساعت 18 جلسه دیگه خواهیم داشت که امیدوارم که همه شما عزیزان رو در جلسه فردا هم داشته باشیم در کنارمون. جناب آقای پرویزی شما رو بشنویم که بعد من ختم جلسه رو اعلام کنم. من فردا در سفر هستم ولی خیلی دوست داشتم که در جمع شما عزیزان بودم. حالا انشاءالله روزهای بعد که در سفر نباشم حتما شرکت کنم و نظر عزیزان رو بشنوم. حتما. ممنون آقای گلزار. بفرمایید آقای پرویز. ممنونم از شما. من خسته نباشید میگم به این جمعی که دور هم حالا بودیم و صحبت ها شنیدیم. آقای گلزار عزیز، تو بین این شعارهایی که یادداشت کردید یه شعار دیگه هم یادداشت کنید، چون من امروز اینو شنیدم و خیلی خوشحال شدم. چندین سال بود ما منتظر این شعار بودیم که خوشبختانه من امروز شنیدم، احتمالاً در دانشگاه دیروز گفته شده که این بار به جای نترسید نترسید کلمه بترسید بترسید استفاده میکنه که ما با همه با هم هستیم. بله. این من این منو خیلی خوشحال کرد چون اون درک رسیدیم. 6-7 روز پیش هم اینو گفته بودن، اینو الان تکرارش کردن. این خیلی خوبه. دقیقاً. بله. من خیلی خوشحال شدم که این درک رسید که اون واژه نترسید نترسید خودش یک جمله‌ایه که بار منفی داره. بله. و برای خود جمعی که دارن شعارشو میدن و خوشبختانه بعد چندین سال که ما اصرار داشتیم، حداقل فکر میکنم این از سال 96 یا 98 بود که توی کانون ما همیشه این اصرار رو داشتیم که به جای این که بگیم نترسیم بگیم بترسید که ما همه با هم هستیم. به هر حال ممنونم. برای پاسخ به سوالی که آقای پورمند پرسیدن، من خیلی نمیخوام توضیح بدم و وقت جمعو بگیرم، اما فقط این رو میتونم بگم که دوستان، تفکراتی که پشت این قضايا هست اگر یک ایدئولوژی پشتش باشه، من به شخصه میگم من واقعا میترسم از این انقلاب که پشتش یک ایدئولوژی باشه و اینکه به صراحت بیایم با داد و فریاد بگیم بکشید میکشیم بکشید میکشیم. این کشتن، این تفکرات کشتن هیچ فرقی با این مجموعه که الان داره میکشه نداره. من با اینش مخالفم و اگر دارم میگم که این عین دیکتاتوریه و عین استبداده به خاطر این قضیه است. توهین نکردم به شخصی، توهین نکردم به شخص مستقیمی، دارم میگم تفکرات این چنینی پشتش استبداده، شما چه بخواید چه نخواید. وقتی من انگیزه و تفکراتم اینه که میتونم انسانی رو بکشم، وقتی به قدرت رسیدم مطمئنن این کارو میکنم. الان به اون قدرت نرسیدم، ولی وقتی به اون قدرت رسیدم و تونستم زور بگم، مطمئنم میتونم راحتم بکشم چون ذهنم این رو باور کرده. بله. ولی اگر این کار رو نکنیم و این گفت، شاید خیلی از دوستان تفکراتشون رو بشه ولی از روی احساسات میگم، ولی به نظر من گفتنش واقعا غلط.
من عذرخواهی میکنم اگر زیاد صحبت کردم. ممنونم. ممنون جوابای پرویزی. آقای رای دست شما بالا بود. بفرمایید خواهش میکنم. نه من خانم بیژندی من دستم رو عمدن پایین آوردم تا فرصت داشته باشن آقای گلزار قبل رفتن صحبت کنم. رفتن فرصت من خواهم داشت صحبت کنم. متشکر از شما. من از همه عزیزان شب بخیر میگم و خداحافظی میکنم. تا جلسه آینده و به امید پیروزی جوانان وطن و شاهد شادی و نشاط این وطن در آزادی باشیم. شب شما خوش. شبتون بخیر. سپاسگزار جناب آقای پارسا. خدا نگهدارتون. خب جناب آقای رایی بفرمایید خواهش می‌کنم. معذرت می‌خوام من مایکتون اشتباه بستم. عذر می‌خوام. بله خواهش می‌کنم. در رابطه با صحبت‌های آقای پرویزی اگه اشتباه نکنم من یه مقدار میزان زیاد تایید می‌کنم صحبت‌هاشون رو، اما یه زاویه‌های دیدی هم دارم و اون این هستش که یک جنبش حتی اگر به خشونت هم کشیده بشه باز مقاومته، یعنی خشونت رو رژیم تحمیل می‌کنه، در مقابلش ایستادن، مبارزین رو به خشونت هم کشاندن اونها رو اختشاشگر نمی کنه، اما اونها رو دوچار ضعف می کنه. فلسطینی ها جنبش مقاومتشون به خشونت کشیده شده، اما از جنس تروریسم نیست، از جنس اختشاش نیست، از جنس مقاومته. پس لازمه توجه کنیم کسانی که میان میخوان مقاومت مردم رو قبول دارن با اونها وارد گفتگو بشیم، ضررها، نقاط ضعف به خشونت کشیده شدن رو بگیم، اما توجه داشته باشیم که اونها رو از جنس خودمون بدیم، از جنس مردم بدونیم که مردمی هستن که در جاهایی با قدرت، یعنی معتاد به قدرت هم، احتیاج با قدرت مرز مشترک ایجاد میکنن. از جمله خاصیت‌های خشونت زدایی یعنی بر حقوق ماندن، هم جنس رژیم نشدن و هم مرز نشدن با رژیم هست. اینجا حرف آقای مازیار درسته. پس بنابراین لازمه که نوعی برخورد کنیم که احتیاج به زور نداشته باشیم مگر به یک استثناء، و اون این هستش که حصار خشونت و زور به اندازه‌ای بشه که هیچ راهی برای دفع اون جز زور نداشته باشیم. داریم میکشه دیگه، سانسور رو کامل میکنه دیگه، خفه میخواد بکنه دیگه، میخواد مرگ فیزیکی هم که ایجاد نکنه مرگ فکری و روانی ایجاد کنه دیگه. اونجا میتونیم بایستیم. این تنها استثناست. پس لازمه که و تازه موقعی هم که از این حصار رو میخوایم بشکنیم به اندازه شکستن حصار نه بیشتر، یعنی یه قدم ورتر برداریم، خود ما هم تو تقابل زور افتادیم با اون. پس این یک نکته. نکته دیگه باید توجه داشته باشیم که موقعی که میگیم حقوق یک سیستمه و موقعی که این حقوق رو به طور کامل داریم یعنی آزادی. آزادی یعنی داشتن سیستم حقوقی در هیچ جایی احتیاج به وسیله قدرت نداره. وسایل قدرت کدوما؟ زور فیزیکیه، دروغه، ارعاب، خجلت زده کردن، تحقیر کردن و انواع اقسام روش هایی که در اون تزریق انرژی منفی هستش. پس بنابراین ما موقعی که در موقعیت آزادی قرار میگیریم، در یک فضای آزادی قرار میگیریم که در هیچ جای از جاها احتیاج به وسایل قدرت نداریم، مگر اون یه استثنایی که گفتم، اونم تازه در حد تکمیل مرگ و زندگیه که به زور به ما تحمیل میکنه. پس بنابراین موقعی که در اینجا در مورد جنبش داریم صحبت میکنیم، داریم از سلامت جنبش صحبت میکنیم، از هوشیاری جنبش صحبت میکنیم. توجه میکنیم که ما نیستیم که مهاجمیم. مهاجم نمیذاره ما در صلح باشیم، نمیگذاره که ما در رابطه قرار بگیریم که در اون رابطه بتوانیم با هموطن خودمون، حتی با کسانی که در درون رژیم هستن، رابطه دوستانه برقرار کنیم. به شما مثال زدم دیگه، در دانمارک مردم دانمارک به هم دیگه 89% اعتماد دارن. 89% مردم دانمارک به
خودشون اعتماد دارن، اما همین مردم دانمارک 94% به دستگاه‌های اداریشون اعتماد دارن. یعنی توانستن یک سیستم اداری و یک سیستم بوروکراتیک رو ایجاد کنن که در اون مردم مطمئنن که تقلب کمه، یا اینکه اگه تقلب هست فهمیده میشه، یا اگر حتی خود توجه نکنه همسایه مردم کشور توجه میکنن و در اونجا تضمین میکنه حقوق رو، تقسیم دارایی ها رو، تقسیم توانایی ها رو. و در این رابطه ای که اعتماد بالا میره هزینه میاد پایین. یعنی من لازمه به یک رژیمی بگم من شیوه از مبارزه رو انتخاب کردم که تو راه برگشت داشته باشی، تو راه این که خود رو تصحیح کنی داشته باشی. یعنی من بین حقوق به حق ترمیم اعتقاد دارم، حق ترمیم خودم، حق ترمیم تو، حق ترمیم قربانی و حق ترمیم قاتل. یعنی تو این برخورد میکنم که تو بتونی درمان کنی، بتونی خود رو بسازی، بتوانی عقب افتادگی ها رو جبران کنی. اونجایی هم که جبران نمیشه رو سعی کنیم گذشت کنیم ازش. مثلا یکی مرده که دیگه نمیتونیم بزنیم یکی رو بکشیم، که اونجا گذشت میکنیم. اونجا میتوانیم رابطه رو انسانی ادامه بدیم. میدانیم زایه سنگینی به ما وارد شده، اما من در موقعیتی قرار گرفتم راه حل های دیگه دارم، مجبور نیستم در واقع در مقابل چشمت بزنم چشم دیگر کور بکنم. من میتوانم چشمی که کور شده، اگر میتونم اون چشم کور رو درمانش کنم، اگر نمیتونم درمانش کنم جلوی اینو بگیرم که جلوی چشم دیگه کور نشه، حتی اون کسی که این کار کرده. من یادم میاد یه بحثی داشتیم با اون خانمی که روش اسید پاشیده بودن، در بحث بسیار طولانی شد. از گفتگوهایی که با این خانم میشد اینه که خانم تو حالا که اسید پاشیدی تو یه فرشته‌ای برای ما ایرانیان، ولی زمانی که بپذیری قصاص در واقع قتل رو نمیدونم امثال اینا رو اون جنایت کار بکنن، تو هم میشه مثل اون ما دیگه اون فرشته‌ای که تو رو میدیدیم نمیکنه. حالا یادم رفت اسم خانم چیه. خانم بعد از چند ماه بس پذیرفت که بگذره و در واقع پول و اینا پیدا کرد بره اسپانیا خودشو درمان بکنه و حالا با وجود برای اون شکل اولی به دست آورد. میخوام به شما بگم که بنابراین خشونت زدایی حکم میکنه، یعنی حکم کلمه درست نیست، حکومت زدایی این معیار رو برای ما پیش میاره که از جنس زورمدار نشیم و با زورمدار بر قاعده های خشونت رو کم کردن، جبران خشونت، حق گفتگوی مداوم کردن و در این حال حق صلح عمل می کنم. من از صلح خودم نمیتونم بپذیرم، من از حقوق نمیتونم بپذیرم و بنابراین یک پیام بسیار اساسی رو بهش میدم و اون این هستش که قبل از این که من با تو گفتگو کنم، قبل از این که تو قاتل بشی، من و تو هر دو انسان هستیم و کرامت داریم. کرامت اندازه نداره، همه کرامت داریم و بنابراین من چون توی قاتل هم کرامت داری، بنابراین با انسان کریم خطاکار، انسان کریم جنایتکار طرفم و بنابراین راه حل انسانی براش سعی میکنم پیدا کنم یا حداقل سعی میکنم روش فکر کنم. مثال زدم در مورد فنلاند که هوشیاری انسانی، توانایی های فنلاندی در جنگ زمستانی در مقابل روسیه جواب داد. در اونجا همین کوکتل مولوتوفی که صحبت شد از اسپانیایی ها این سلاح رو گرفتن و جنگ زمستانی معروف به جنگ کوکتل مولوتوف، با کوکتل مولوتوف تانک های روسی رو می زدن. در جنگ زمستانی از سرما و از طبیعت استفاده رو کردن فنلاندیا برای شکستن روسیه که بعدن روسا در مطالعات اکادمیک که روی این جنگ شکست جنگ کردن اون تکنیک ها رو یاد گرفتن، با همون تکنیک ها نازی ها رو شکست دادن و زمینگیر زمستانیشون کردن. خیلی ممنون، مرسی. سپاسگزارم جناب آقای رایی. آقای منیری اگر ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید که ما دیگه در واقع زمانمون تموم شده و ختم جلسه رو اعلام کنیم. مرسی. اتفاقا ببخشید چون من سوالی داشتم از آقای رایی، من می‌خواستم بپرسم آقای رایی فردا هستن؟ بله بله جناب آقای رایی هستن فردا. بله. این یه مطلب دیگه‌ای بود، کاملا اصلا یه مبحثی رو باز می‌کرد. مرسی.
مرسی از شما. خب من خسته نباشید میگم اینجا خدمت همه عزیزان، حضور و مهمانان گرامی ما، با یک جلسه دیگه از هماندیشی کمیته پژوهش در 11 مهر در خدمت شما بودیم در 17 روز جنبش و انقلاب جوانان و در خدمت مهمانان گرامی جناب آقای گلزار و جناب آقای رایی بودیم. استفاده کردیم از صحبت‌های شما. من ختم جلسه رو در ساعت 20:54 دقیقه اعلام میکنم و تشکر میکنم از منشی جلسه آقای منیری، ضبط صدا و ادمین ها، سرکار خانم کیا، آقای حمزه زاده و خانم دژم. شب و روزتون خوش و به امید آزادی ایران.